نبرد اولیگارش ها، جنگ اوکراین و نگاهی به شرایط سیاسی جهان، نوشته قاسم قرهداغی، راوی رعنا، انتشارات کتابخانه اینترنتی آوای بوف. اولین قربانی جنگ حقیقت است. مقدمه. با حمله روسیه به اوکراین، سیاستمداران و رسانه‌ها موج عظیمی از تبلیغات را در جهان راه اندازی کردند و با تحریف حقایق و جعل واقعیات مسائل را آنگونه که خواهان آن هستند در معرض دید جهانیان قرار می‌دهند. در یک سو، در سناریوی تدوین شده، پوتین دیوانه است مهاجم که با هیتلر مقایسه و کشور اوکراین و مردم آن هم در نقش قربانیان این تهاجم وحشیانه تعریف می شود. همه چیز به صورت سفید و سیاه به نمایش گذاشته شده است و تمام وسایل ارتباط جمعی غرب در این راستا به فعالیت مشغولند. دروازه های کشورهای اروپای غربی به ناگهان بر روی پناهندگان اوکراینی گشوده شده و به گرمی از آنان استقبال می شود. نه سیم خارداری، نه دیوار آهنینی و نه قاچاقبری در مرزها دیده می شود. دولت فخیمه انگلیس نیروی داوطلب به اوکراین ارسال می دارد و نفت و گاز روسیه مورد تحریم واقع می شود و حتی شرکت هایی چون کوکاکولا و مکدونالد و KFC به ناگهان سیاسی شده و در لباس عاشق آزادی ظاهر می شود. در سوی دیگر، هیزمکشان جنگ های جهان در رژیم اسلامی آتش جنگ را در حمایت از پدر معنوی خود در مسکو به عربستان و پالایشگاه های نفتی کشاندند و بر هر انتقادی از سیاست های روسیه به تندی و بی تحمل حمله کرده و پوتین را ناجی شمشیر به دست جهان معرفی می کند. تبلیغات آنچنان شدید است که اگر بخواهی به گونه دیگری به مسائل نگاه کنی، مورد هجوم افرادی واقع می شوی که کوچکترین آگاهی از تاریخ و جغرافیای منطقه ندارند و اطلاعاتشان تنها از طریق وسایل ارتباط جمعی تحت سلطه تبلیغات و هوچیگری به دست آمده است. در این نوشتار قصد داریم تا تحولات اخیر در سیاست‌های جهان، روابط و دیپلماسی کشورها را با نگاهی انتقادی و در حد امکان بی‌طرف به بحث و بررسی بنشینیم. همچون کارآگاهی که در جستجوی سرنخ‌هایی است تا علل و اتفاقات منجر به مرگ یک فرد را لحظه به لحظه و قدم به قدم موشکافی کند و هر آنچه را که عامل آن اتفاق است دریابد. تنها زمانی بهترین نتیجه حاصل می شود که محقق برای کاوش انگیزه ها و نیات مظنون خود را در نقش و جایگاه او بگذارد و این مسیر را طی کند. با کنار هم چیدن علت ها و نشانه هاست که به هدفش نایل می شود. امروز جنگ ها یک شبه و مانند گذشته با تصمیم یک پادشاه برای کشورگشایی شروع نمی شود، بلکه در پس هر مناقشه‌ای کوهی از منافع و شیطنت‌ها و کارشکنی‌هایی است که دولت‌ها را به رویارویی و نبرد می‌کشاند. اما تنها و فقط سیاستمدارانی قابل احترامند که در شطرنج روابط جهانی نتیجه بازی را به جنگ ختم نکنند. مطلب پیش رو تحلیلی همه جانبه درباره جنگ است. جنگی در حال وقوع که در پس زمینه آن عوامل بسیاری در جریان بوده تا روابط طرفین را به اینجا کشانده است. باید یادآوری کنم که هر جنگ زده ای، هر بی خانمان شده ای، هر خارج از وطنی، هر صدای بمب شنیده ای، دردها و مصیبت‌های جانخراش و روان آزار جنگ را می‌فهمد و درک می‌کند و وجود و وقوع آن را به شدت تقویه می‌کند. در تمامی مطالب ذکر شده حاضر نیز این دردها کاملاً به رسمیت شناخته شده و بانیان و عاملان آن از شرق تا غرب مورد نفرت و انزجار می‌باشند. تمامی آنها که یک شبه توسط بوق و کرنای رسانه‌ها و عوام‌فریبی دولت‌ها تبدیل به ناجیان ملت یا قاتلان خونخوار می‌شوند. مطلب حاضر تحلیل این جنگ در سطح رفتار و عملکردهای واقعی این سیاستمداران و حکومت هاست که تا حد توان تلاش شده بدور از احساسات و دخالت تعلقات شخصی انجام پذیرد. باید تبلیغات رسانه‌ای را دور ریخت، از ذهن زدود
و شروع به تفکر نقادانه کرد. کشور اوکراین. در عصر آهن، سرزمینی که امروز اوکراین نامیده می شود، محل سکونت کیمری‌ها، سکاها و سرمتی‌ها بوده و بین 700 تا 200 قبل از میلاد بخشی از سرزمین سکاها بوده است. بعدها قسمتی از مستعمرات یونان باستان، روم باستان و امپراتوری روم شرقی به حساب می آید. در اواخر قرن نهم میلادی در منطقه امروزه اوکراین دولتی تشکیل شد که نام آن را روس کیف نهاده بودند که این دولت به متعاقب حمله مغولان در میانه قرن 15 میلادی از بین رفت. در تمامی اسناد آن دوره این منطقه روس خوانده می شده است و نام روس کیف قرن 19 میلادی باز می گردد که تاریخ نگاران روس برای اشاره به دولتی که پایتخت آن کیف بوده این واژه را به آن اطلاق کردند. در ابتدا فرم اولیه حکومتی آنان خاقانات روس نام داشت و مرکزیت آن در ولیکی نوگرود بود. در اواخر قرن نهم میلادی وایکینگ ها شهر کیف را متصرف شده و دست خزرها را از آنجا خلع و آن را تبدیل به پایتخت روس کیف کردند. به مرور با گسترش مرزهای این دولت در قرن 11 میلادی در جنوب تا دریای سیاه، از شرق تا رودخانه ولگا، از غرب تا پادشاهی لهستان و گراندوچی لیتوانی رسیده بود. در آن دوران به یمن فرمانروایی ولادیمیر کبیر و پسرش یاروسلاو خردمند، روس‌ها مسیحیت را پذیرفتند و نخستین قانون را به یکی از زبان‌های اسلاوی شرقی به نام روسکایا پراودا شکل گرفت. حاکمان روس کیف از نروژی‌های باستان و گروهی از وایکینگ‌ها بودند که بر اکثریتی از اسلاف‌ها حکومت می‌کردند. در دوران تصرف و گسترش امپراتوری مغولان، این منطقه بخشی از اردوی زرین به حساب می‌آمد. پاورقی اردوی زرین بخشی از امپراتوری مغول که در دست جانشینان جوچی، پسر بزرگ چنگیز بود، گفته می شد که بخشهایی از ازبکستان، روسیه و قزاقستان و اوکراین کنونی را در بر می گرفت. متصرفات اردوی زرین در قسمت اروپایی امیرنشینهای روس را در بر می گرفت که شامل کیف، مسکو، ریازان، چرنیکوف، سوزدال، سمونیلسک، ولادیمیر و جز آن می گشت. تصرف بیشتر این ولایات در زمان اوکدای قاان صورت پذیرفت و پسران اوگدای، جوچی و نیز سردار بزرگ مغول سپتا یا سوبادای در این جنگ ها شرکت داشتند. اما ظاهراً فرمانده کل این قوای عظیم با پسر ارشد جوچی باتو بود. این سپاه بزرگ در فوریه 1236 میلادی به سوی روسیه و اروپا روان شد. باتو با لشکر به قصد پولو یعنی لهستان و باشقرد برنشست. با تو دو ماه شهر کیف را محاصره کرد و سرانجام به کمک قدان و بوری آن شهر اشغال شد. آلتین اردو، دایرة المعارف بزرگ اسلامی. بازگشت به متن. در قرن 13 میلادی به دنبال ویرانی های جامانده از حملات مغولان و ظهور قلمروهای پادشاهی مختلف، اوکراین تقسیم شده و همواره مرزهای آن در بین کشورهای مشترک المنافع لهستان، لیتوانی، اتریش مجارستان، امپراتوری عثمانی و روسیه تزاری مورد اختلاف بود. در بین قرون 17 و 18 میلادی کازاک ها این مناطق را در کنترل خود گرفتند، اما سرانجام به لهستان و امپراتوری روسیه واگذار شد. کازاک نام واحدی نظامی در اوکراین بود. این نام را نباید با قوم قزاق که در قزاقستان و دیگر مناطق آسیای میانه زندگی می کنند اشتباه گرفت. کازاک ها نمایندگان یک طبقه اجتماعی نظامی هستند که عمدتاً در روسیه و اوکراین زندگی می کنند. ولی کازاخ ها مردمی از گروه قومی ترک زبان هستند که عمدتاً در قزاقستان زندگی می کنند. پاورقی کازاک ها قومی از نژاد سفید اروپایی با تبار اسلاو هستند که زیستگاهشان اوکراین کنونی و جنوب غربی روسیه به ویژه جلگه رود دون است.
این قوم قرن‌ها در دوران روسیه تزاری از نوعی خودمختاری برخوردار بود. جنگاورانش زبان زد بودند و به همین دلیل بخش مهمی از ارتش روسیه را به خود اختصاص دادند و در جنگ‌های توسعه طلبانه تزارها نقشی به سزا ایفا کردند. قومشناسی فدراسیون روسیه، هشتمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی. بازگشت به متن. مرزداران استپای جنوبی و اطراف رودهای دان و دنیپر میهمان انسانها و اقوامی بودند که از جنوب روسیه و اوکراین و لهستان پس از درگیری‌های مداوم از دست ارباب‌های خود گریخته و در آنجا سکنا گزیده بودند. سوارکاران شجاعی که در جریان شکل‌گیری قدرت‌های حاکم نقش بسیار مهمی بازی کردند. وقتی ناپلئون و نیروهایش پا به این مناطق گذاشتند، با کازاک‌های مواجه شدند که جنگ‌های منظم را آموخته بودند و می‌توانستند با این شیوه مبارزه به خوبی با نیروهای مهاجم مبارزه کنند. ارتش امپراتوری روسیه نیز واحدهای منظم در خود ایجاد کرده بود که کازاک نام داشتند. جمهوری خلق اوکراین اولین بار پس از جنگ عالمگیر اول و وقایع و حوادث انقلاب روسیه ظهور پیدا کرد. چند سال بعد از مؤسسان اتحاد جماهیر شوروی شد و تا پایان انحلال جماهیر شوروی یعنی اوایل دهه 90 میلادی در آن باقی ماند و پس از فروپاشی شوروی مجدداً استقلال یافت. اوکراین، استالین و قحطی بزرگ. در اوایل دهه 30 استالین دستور یکپارچه سازی سراسر شوروی را صادر کرد که متعاقب آن تمام اموال خصوصی کشاورزان و دامهای آنان و زمینهای کشاورزی در مالکیت دولت وقت درآمد. در آن زمان که اوکراین تحت حکومت شوروی بود، زمینداران و مالکان آنجا در طی این دستور مجبور شدند روی زمینهایی که متعلق به خودشان بود به عنوان کارگر کار کنند. به دنبال اجرا شدن این طرح، قحطی بزرگی سراسر اوکراین را فرا گرفت که در زبان محلی به آن لوگو دومور یا قحطی بزرگ میگویند. مخالفت‌های زیادی در پی این قحط سالی صورت می‌گیرد که در این بین مهمترین آن کولاک‌ها از طبقه کشاورزان و زمینداران بخش‌های زیادی از شوروی و به خصوص در اوکراین است. اعتراض کولاک‌ها در اوکراین منجر به تبعید، زندانی و اعدام بسیاری از آنان می‌شود. استالین پا را فراتر می‌گذارد و از اوکراین انتظار دارد که برای بخش صادرات غلات شوروی گندم و جو تولید کند، اما با توجه به قحطی و خشکسالی در منطقه اوکراین این امر تقریبا غیر ممکن است. اعتراضات شدت می‌یابد و در پی این اعتراض‌ها شمار زیادی از احشام توسط دهقانان نابود می‌شوند تا به دست دولت نیفتند. مرگ و وحشت سرتاسر شوروی را فرا گرفته بود و مردم در استیصال کامل بودند که حتی لقمه‌ای برای خوردن و زندگی باقی نمانده بود. تمام امکانات زندگی نابود می‌شوند و همه چیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد، به طوری که خوش چینی هم حتی برای دهقانان و کشاورزان گرسنه جرم محسوب می شود. در این زمان تمامی مرزهای شوروی به روی کشاورزان بسته است و آنان در یک زندان بزرگ با تکنانی همه مجبور به تولید و کشت هستند. نتیجه کوچکترین تخلف، کمکاری و فرار از این زندان مساوی با مرگ است. بدین وسیله و بر اثر این گونه فشارها دومین قحطی بزرگ قرن 20 با مرگ 11 میلیون نفر در اتحاد جماهیر شوروی رقم می‌خورد و در این مرگ دست جمعی که نزدیک به نیمی از آن گروه‌های قومی و نژادی اوکراینی بودند و قبل از قحطی نزدیک به 1/4 جمعیت شوروی را تشکیل می‌دادند، این فاجعه بزرگ در تاریخ به نام هولودومور در اوکراین نامگذاری شد که به اعتقاد بسیاری برای سرکوب احساسات ناسیونالیستی در مردم اوکراین شکل گرفته بود. پاورقی. در سایت رسمی هولودومور به زبان اوکراینی است و به جمع‌آوری اسناد و مدارک این موضوع می‌پردازد. تعداد کشته‌های اوکراین 10.5 میلیون ذکر شده، اما آمار قید شده در این مطلب بر طبق اسناد رسمی بی‌طرف بیان شده است. بازگشت به متن. دولت شوروی فعالانه سعی می‌کرد
آنچه را که در حال رخ دادن بود از جامعه جهانی پنهان کنند. با این حال روزنامه‌نگاران زیادی به تحقیق ادامه دادند. در سال 1933 در یک کنفرانس مطبوعاتی بین‌المللی که توسط شفر در برلین ترتیب داده شد، مردم جهان را از گستردگی قحطی شوروی آگاه کردند. آرتور کاستلر، نویسنده مجارستانی، در مورد مشاهدات خود در خارکف چنین نوشت: هر روز مراسم تشییع جنازه از زیر پنجره من در خارکف انجام می شد. حتی یک کلمه در مورد قحطی محلی، در مورد بیماری های همگیر و مرگ تمام روستاییان شنیده نمی شد. یک حس غیرواقعی بودن وجود داشت. به نظر می رسید که روزنامه ها درباره کشوری کاملا متفاوت صحبت می کردن. کاملا بی ربط به زندگی روزمره‌ای که ما داشتیم و رادیو هم همین طور بود. پاورقی از کتاب قتل با گرسنگی از رابرت باگ. بازگشت به مد. این فقط استالین نبود که چنین مرگ‌هایی را در اوکراین و شوروی پدید آورد، چرا که 10 سال قبل از آن نیز قحطی بزرگ دیگری توسط تصمیمات و دستورات لنین رخ داده بود که حدود 30 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده بود و حداقل 5 میلیون نفر را به کام مرگ کشاند. این قحطی نیز به قحطی پولژیه معروف است. بولشویک ها با مصادره از دهقانان پیش از قحطی مواد غذایی را ذخیره کردند. دولت بولشویکی از دهقانان خواسته بود که بازدهی اندک داشته باشند. این سیاست منجر به کاهش شدید تولید محصولات زراعی شد. طبق موضع رسمی بولشویک ها دهقانان ثروتمند یا کولاک ها غلات مازاد خود را برای حفظ رفاه خود نگه می داشتند. طبق آمار بیشتر غلات و همچنین سایر مواد غذایی در بازار سیاه فروخته می شد. بولشویک ها احساس می کردند که دهقانان تلاش می کنند تا به وسیله جنگ های داخلی آنان را تضعیف کنند. کتاب سیاه کمونیسم ادعا می کند که لنین دستور مصادره غذایی را که کشاورزان برای امرار معاش خود پرورش داده بودند و دانه های آنها را به تلافی این خرابکاری صادر کرد. همانطور که استفان کوردووا، یکی از نویسندگان ویراستار کتاب سیاه می نویسد، این منجر به قیام های دهقانی گسترده شد. پاورقی کتاب سیاه کمونیسم، جنایات، ترور، سرکوب، کتابی است که در سال 1997 توسط استفان کورتوا، آندری باکوفسکی، نیکولاس ویرس، ژان لوئیس مارگولین و چندین استاد دانشگاه دیگر اروپایی ثبت شده است که تاریخچه سرکوب سیاسی توسط کشورهای کمونیستی را مستند می کند. نسل کشی ها، اعدام های غیرقانونی، تبعید و مرگ که در اردوگاه های کار و قحطی های مصنوعی ایجاد شده است. بازگشت به متن. علاوه بر این، در سال 1920 لنین خواستار اعمال نیروی بیشتر برای مصادره غذا از دهقانان شد. کمک خارجی در ابتدا به همین دلیل مداخله در امور داخلی روسیه رد شد. در ژوئیه 1921 نویسنده ماکسیم گورکی درخواستی را منتشر کرد که در آن نوشت قحط سالی جان میلیون ها نفر را تهدید می کند. در نهایت چندین رویداد مانند قحطی، قیام ملوانان کرونشتاد، قیام دهقانان تامبو و شکست اعتصاب عمومی آلمان لنین را متقاعد کرد که در سیاست‌های داخلی و خارجی خود تجدید نظر کند و در مارس 1921 سیاست اقتصاد نوین را اتخاذ کرد. وی سرانجام به سازمان‌های امداد اجازه داد تا کمک‌های خود را به این کشور بیاورند. اما پس از آنکه لنین در بیانیه اعلام کرده بود بگذارید دهقان‌ها گرسنگی بکشند، قحطی بزرگ سراسر مناطق تحت رهبریش را فرا گرفت. کانون این قحطی در اطراف رودخانه ولگا همچنین در جنوب اوکراین بود. مردم به خرید و فروش اعضای بدن انسان روی آوردند. از اجساد تغذیه می کردند و جنازه عزیزانشان را برای دفن تحویل نمی دادند تا از آن تغذیه کنند. آنها حتی اجساد دفن شده را برای خوردن از زیر خاک بیرون می کشیدن. تمام حیوانات خانگی پخته و خورده شده بودند. پلیس کاری با آدمخواری نداشت چون به عنوان تنها راه نجات رواج زیادی پیدا کرده بود.
قحطی در منطقه سامارا در قسمت اروپایی روسیه در حدی شدید بود که حتی مادران فرزندان خود را می‌خوردند. در یکی از این عکس‌ها پدر و مادری جلوی خانه‌شان ایستاده‌اند و جلویشان روی یک میز اعضای بدن فرزندانشان شامل سر آنها برای فروش گذاشته شده است. کانکوست و هم فکرانش ادعا می کنند که قحطی در حقیقت یک اتفاق عمدی بود که دولت شوروی به خاطر حذف کشاورزان اوکراینی این فاجعه را رقم زد. این محققان چنین بیان می کنند: آیا قحطی دستساز شوروی اقدامی محوری در کارزار نسل‌کشی بود یا اینکه صرفاً برای تسلیم کردن دهقانان اوکراینی، راندن آنها به گروه‌ها و تضمین عرضه ثابت غلات برای صنعتی سازی شوروی طراحی شده بود؟ پاورقی یاروسلاو بلینسکی، آیا قحطی اوکراین در سالهای 1932 و 33 نسل‌کشی بود؟ بازگشت به متن. این که هولودومور یک نسل کشی است یا خیر موضوع مهمی در سیاست مدرن است و هیچ اجماع بین المللی در مورد این که آیا سیاست‌های شوروی تحت تعریف قانونی نسل کشی قرار می‌گیرد یا خیر وجود ندارد. تعدادی از دولت‌ها مانند ایالات متحده و کانادا هولودومور را به عنوان یک عمل نسل کشی اوکراینی به رسمیت شناختند. شواهد زیادی از آدمخواری گسترده در طول هولودومور ثبت شده است. در آن زمان نبرد با زندگی در دو بعد متفاوت اخلاقی و جسمی در جریان بود. انسان‌های خوب زودتر می‌مردند. کسانی که از دزدی یا روسپیگری خودداری می‌کردند، مردند. کسانی که به دیگران غذا می‌دادند، مردند. کسانی که از خوردن اجساد امتناع می‌کردند، مردند. کسانی که حاضر به کشتن همنوعان خود نشدند مردند. والدینی که در برابر همنوع‌خواری مقاومت کردند قبل از اینکه فرزندانشان مقاومت کنند جان خود را از دست دادند. رژیم شوروی پوسترهایی را چاپ کرد که در آن نوشته شده بود خوردن فرزندان خود یک عمل وحشیانه است. بیش از 2500 نفر در طول هولودومور به جرم آدمخواری محکوم شدند. این که هولودومور یک نسل کشی ساخته دست بشر یا طبیعی و عمدی یا غیر عمدی بود موضوعاتی است که در مباحث مدرن بسیار مهم است. به عقیده بسیاری این رویداد یک نسل کشی در شوروی و اوکراین بود که زندگی مردم را برای دستیابی به اهداف اقتصادی نادیده گرفته است. در 10 نوامبر 2003 در سازمان ملل متحد 25 کشور از جمله روسیه، اوکراین و ایالات متحده بیانیه مشترکی را در 70مین سالگرد هولودومور با مقدمه زیر امضا کردند. در اتحاد جماهیر شوروی سابق میلیون‌ها مرد، زن و کودک قربانی اقدامات و سیاست‌های ظالمانه رژیم توتالیتر شدند. قحطی بزرگ 1932-1933 در اوکراین یا همان هولودومور زندگی 7 تا 10 میلیون انسان بیگناه را گرفت و به یک تراژدی ملی برای مردم اوکراین تبدیل شد. در این راستا ما به فعالیت‌هایی که به مناسبت 70مین سالگرد این قحطی به ویژه توسط دولت اوکراین سازماندهی شده است اشاره می‌کنیم. با گرامی داشت 70مین سالگرد فاجعه اوکراین ما همچنین یاد و خاطره میلیون‌ها روس، قزاق و نمایندگان سایر ملیت‌ها را که در منطقه رودخانه ولگا، قفقاز شمالی از گرسنگی جان باختند گرامی می‌داریم. قزاقستان و در سایر نقاط اتحاد جماهیر شوروی سابق در نتیجه جنگ داخلی و یکسانسازی اجباری زخم‌های عمیقی در آگاهی نسل‌های آینده بر جای گذاشت. پاورقی 30 کشور عضو سازمان ملل اعلامیه مشترک قحطی بزرگ را امضا کردند. هفته‌نامه اوکراینی. بازگشت به متن. پارلمان اوکراین اولین بار هولودومور را در سال 2003 به عنوان یک نسل کشی به رسمیت شناخت و در سال 2006 انکار هولودومور و انکار هولوکاست را جرم تلقی کرد. دهقانان اوکراینی در زمانی که کشاورزی تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی شوروی را تامین می کرد، بزرگترین گروه مخالف قومی و نژادی بودند که هم در زمان بلشویک ها و هم در دوران قبل از انقلاب شوروی تشکیل می دادن.
دهقانان اوکراینی در زمانی که کشاورزی تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی شوروی را تامین می‌کرد، بزرگترین گروه مخالف قومی و نژادی هم در زمان بلشویک‌ها هم در زمان قبل از انقلاب شوروی بودند. اوکراینی‌ها در جنگ داخلی قبل از انقلاب با نیروهای داخلی بلشویک می‌جنگیدند و بعد از انقلاب با حکومتی که قصد داشت کشاورزی آنها را تحت کنترل خود در بیاورد، که نتیجه آن قحطی‌هایی بود که در بالا به آنها پرداختی. از آنجا که حدود 92% از دهقانان اوکراینی در مرگ و میر ناشی از قحطی در اوکراین از میان رفتند، در حالی که در آمار کلی مرگ و میرهای قحطی در اوکراین، روسیه و بلاروس روی هم حدود 77% کل جمعیت را تشکیل می‌دادند، این آمار می‌تواند تعصب سیستماتیک علیه اوکراینی‌ها را توضیح دهد. توضیح جمع‌آوری و سهمیه تدارکات بالا برای قحطی تا حدودی با این واقعیت زیر سوال رفته است که استان‌های اوکراین با بیشترین تلفات در کیف و خارکیف اتفاق افتاد که نسبت به سایر نقاط کشور مقادیر بسیار کمتری غلات تولید می‌کرد. به احتمال زیاد مقاومت دهقانان و سرکوب متعاقب آن مقاومت عاملی حیاتی برای قحطی در اوکراین و بخش‌هایی از روسیه بود که اقلیت‌های ملی مانند آلمانی‌ها و اوکراینی‌ها که به گفته مقامات شوروی آلوده به فاشیسم و ناسیونالیسم بورژوایی هستند سکونت دارند. سیاست اشتراکی سازی در اوکراین و بحران شدید متعاقب آن نقش مهمی در قحطی داشت. اشتراکی سازی اتحاد جماهیر شوروی در اوکراین در میان دهقانان محبوبیت نداشت و اشتراکی سازی اجباری منجر به شورش‌های دهقانی متعدد شد. برنامه 5 ساله اول بازده مورد انتظار از مزارع اوکراین را تغییر داد. کشاورزان مجبور بودند از محصول آشنای غلات به محصولات ناآشنا مانند چغندر قند و پنبه و غیره روی بیاورند که آشنایی زیادی با شیوه‌های تولید آنها نداشتند. علاوه بر این، به دلیل مدیریت ضعیف تر و عدم مدیریت کل مربوطه، این وضعیت تشدید شد. مقادیر قابل توجهی از غلات بدون برداشت باقی ماندند و حتی در هنگام برداشت درصد قابل توجهی در طول برداشت، حمل و نقل یا ذخیره سازی از بین رفت. روایت شاهدان قحطی در دهه 1920 سیستم اشتراکی به ظاهر داوطلبانه‌ای به وجود آمد که نسخه مدرن شده سنتی در شوروی بود. در پی این تغییرات است که کلخوز ظاهر می شود. کلخوزها در واقع به طور گسترده توسط جوزف استالین به عنوان بخشی از سیاست اشتراکی سازی و با لغو مزارع خصوصی تأسیس شدند. از سال 1929 شرکت در کلخوز یا سوخوز توسط مقامات شوروی اجباری شد. اعضای کلخوز حق خروج آزادانه از آن را نداشتند و آنهایی که کلخوز را ترک می‌کردند نتوانستند برای از دست دادن زمین خود غرامت مطالبه کنند. از سال 1929 تا 1935 محصولات زراعی به طور سیستماتیک از دهقانانی که از شرکت در مزارع اشتراکی خودداری می‌کردند مصادره شد. بولشویک‌ها برای سازماندهی کلخوزها بریگادهای نظامی را ایجاد کردند که هر بریگاد شامل 7 نفر می‌شد. بریگادها توسط واگن‌هایی که به اسب وصل می‌شد به روستاها می‌رفتند و محصولات و زمین‌ها و خانه‌های کشاورزان را مصادره می‌کردند. زمین‌های مالکان که گلاک نام داشت همراه با کارگرانی که در آن کار می‌کردند در این کلخوزها متمرکز و محصولات این مزارع را جمع‌آوری کرده و به خارج از اوکراین منتقل می‌کردند. این سیستم موجب قحطی سازمانیافته غول‌پیکری شد که جان میلیون‌ها نفر را در اوکراین و جنوب روسیه گرفت. شاهدان عینی از این قحطی‌ها روایت‌های زیادی را ثبت کردند. یکی از بازماندگان هولودومور، اولنا گونچاروک، 87 ساله است. او می‌گوید دوران وحشتناکی بود و مردم ناامید و دست از جان شسته بودند. ما از رفت و آمد در روستا هراس داشتیم، زیرا دهقانان گرسنه بودند و کودکان را شکار می کردند. من همسایه ام را به خاطر می آورم که دختری داشت، اما بعد دخترش ناپدید شد. ما به خانه او رفتیم و دیدیم سرش از بدن جدا شده است. روستایانی که از قحطی نجات یافتند کسانی بودند که می توانستند در کلخوزها مقداری غذا را از بریگادها مخفی کنند و به خانه ببرند و یا مشتی آرد را در آب حل کنند و بنوشند.
اولنا به خاطر می آورد که مردی مأمور جمع‌آوری اجساد قحطی زدگان و انتقال آنها به گورستان بود. این مرد مأمور به خانه یک زن رفت و خواست بدن مردهش را بردارد، اما زن هنوز زنده بود. از مرد خواست که او را نبرد زیرا هنوز زنده است و دارد نفس می کشد. اما مرد جواب داد: به هر حال تو خواهی مرد و من نمی خواهم فردا دوباره به اینجا برگردم. نبرد اولیگارش ها، جنگ اوکراین و نگاهی به شرایط سیاسی جهان، نوشته قاسم قره‌داغی، راوی رعنا، انتشارات کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayebuf.com قسمت دوم، جنگ جهانی دوم. در سپتامبر 1939 پس از حمله آلمان به لهستان، غرب اوکراین طبق توافقات بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان توسط ارتش سرخ اشغال و به اوکراین ضمیمه شد. در 18 دسامبر 1940 آلمان طرح بارباروسا را تصویب کرد و در 22 ژوئن 1941 به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد. جنگ بزرگی آغاز شد که 4 سال به طول انجامید. در 19 سپتامبر 1941 نیروهای آلمان و متحدانش کیف و کرانه راست، در 24 اکتبر خارکوف و کرانه چپ و در ژوئیه 1942 کریمه و کوبان را تصرف کردند. در 6 نوامبر 1943 نیروهای شوروی کیف و در آوریل و مه 1944 کرانه راست و کریمه را آزاد کردند. در پایان اوت 1944 اتحاد جماهیر شوروی اوکراین غربی را آزاد و حمله ای را علیه کشورهای اروپایی تحت اشغال آلمان آغاز کرد. در طول جنگ بسیاری از سکنه شهرها و روستاهای اوکراین که بدترین رفتارها را از رژیم کمونیستی جوزف استالین متحمل شده بودند، با یادآوری رفتار خیرخواهانه آلمانی‌ها در جنگ جهانی اول به شکل شگفت‌انگیزی به استقبال نیروهای آلمانی به عنوان ارتش آزادی بخش رفتند. تا آنجا که اوکراینی‌ها صلیب سیاه رنگ بر روی خودروهای نیروهای زمینی آلمان را به نشانه مسیحیان آزاد بخش از شوروی آتئیست تفسیر کردند. بسیاری از سربازان اوکراینی ارتش سرخ با کمال میل تسلیم آلمان‌ها شدند. تا آنجا که برخی حتی تقاضای سلاح برای جنگ با ارتش سرخ شوروی را داشتند. در همین زمان برخی دیگر از جنبش‌های پارتیزانی به وجود آمد. واحدهای زیرزمینی ملی‌گرای اوکراین ارتش شورشی اوکراینی را تشکیل دادند که هم با نیروهای شوروی و هم با آلمانی‌ها می‌جنگیدند. گروه جداگانه از پارتیزان‌های شوروی در اوکراین متشکل از گروه‌های کوچک و گروه‌های زیرزمینی کمسومول که به طور خود به خود پدید آمدند و ماهیت نسبتاً ملی کمونیستی داشتند. این پارتیزان‌ها هیچ ارتباطی با مقر اوکراین در مسکو نداشتند و بنابراین تا مدت‌ها پس از جنگ رسماً به عنوان پارتیزان شوروی شناخته نمی‌شدند. در حدود 1.5 میلیون یهودی در زمان اشغال توسط نازی‌ها به قتل رسیدند. در ولهینیا مبارزان اوکراینی 100,000 غیر نظامی لهستانی را قتل عام کردند. همکاری با آلمان‌ها. از ژوئیه 1941 یک نیروی پلیس کمکی منظم آلمانی در رایشکو میساریات اوکراین به وجود آمد. این پلیس کمکی به دستور فرمانده پلیس نظم در کراکوف راه اندازی شد و در ابتدا فقط مسئول ناحیه گالیسیا بود. حوزه مسئولیت در جریان فتح نظامی آلمان بر جمهوری شوروی اوکراین و تأسیس رایش کمیساریات اوکراین گسترش بیشتری یافت. افسران پلیس کمکی اوکراین از طریق آگهی‌های روزنامه استخدام شدند. بنابراین آنها بیشتر برای خدمت به اشغالگران آلمانی داوطلب شدند. اساساً پلیس کمکی برای تأمین امنیت اشغال آلمان و حمایت از ژاندارمری‌ها و کمک به وظایف عمومی پلیس ایجاد شد.
تیم‌های به اصطلاح حفاظتی برای پشتیبانی از گردان‌های پلیس نظم در درگیری‌های گروهی و باندی خدمت می‌کردند و همانند پلیس نظم آلمان، پلیس کمکی در اجرای هولوکاست نیز استفاده شد. به عنوان مثال برای تصرف مناطق یهودی، نگهبانی از گتوها و اسکورت حمل و نقل به کار گرفته شدند. در موارد جداگانه پلیس کمکی در قتل عام یهودیان نیز دست داشت. یک مدرسه پلیس در لمبرگ برای آموزش افسران پلیس کمکی ایجاد شد. حدود 20 گردان پلیس کمکی اوکراین در امتداد همان خطوطی که در کشورهای بالتیک یا بلاروس اشغال شده بود، سازماندهی شدند. یک گردان شما شامل 3 گروهان و یک پرسنل 50 نفری بود که در کل مجموعه 500 نفره را تشکیل می‌داد. گفته می شود که در برخی مواقع کل نیروی پلیس کمکی اوکراین 35,000 نفر بوده است. برای چریک های اوکراینی استپان باندرا از اعضای پلیس کمکی خواست که برای خدمت در ارتش شورشی اوکراین اسلحه دریافت کنند. گفته می شود که 10,000 نفر از اعضای پلیس کمکی به شورشیان پیوستند. مشخص نیست که پلیس کمکی اوکراین چه زمانی منحل شد. گروه دوم نیروهای پلیس محلی بودند که به وسیله دولت آلمان پلیس اوکراین نامیده می‌شدند و SS با موفقیت توانست تعداد زیادی از آنها را در منطقه گالیسیا در جنوب شرقی دولت عمومی ساماندهی کند. ناحیه گالیسیا یک واحد اداری جداگانه از رایخس کمیساریات در اوکراین بود و از نظر سیاسی ارتباطی با دولت عمومی نداشت. تشکیلات پلیس اوکراین نیز در شرق اوکراین، در خاک اشغال شده شوروی، در شهرها و شهرک‌های قابل توجهی مانند کیف پدیدار شدند. نیروهای مستقر در شهر تابع فرمانده پلیس حفاظت دولت آلمان یا شوپو بودند. پست‌های پلیس روستایی تابع فرمانده ژاندارمری آلمان و ساختارهای شوپو و ژاندارمری خود تابع فرمان منطقه پلیس نظم بودند. پلیس کمکی اوکراین از عاملان اصلی هولوکاست در قلمروهای شوروی بود و این واحدهای پلیس تنها در یک مورد مسئول کشتار 150,000 یهودی در منطقه ولینا بودند. پلیس کمکی در عملیات کشتار توسط آلمانی‌ها در مراحل نخست اشغال آلمان فعالیت داشت. پلیس کمکی اقدام به شناسایی و ثبت اطلاعات یهودیان می‌کرد. حمله به آنها را ترتیب می‌داد، از گتوها محافظت می‌کرد، کاروان‌های یهودیان را سوار کامیون به محل‌های اعدام می‌برد و از فرار آنها پیش از اعدام جلوگیری می‌کرد. این احتمال وجود دارد که حدود 300 پلیس کمکی از کیف به سازماندهی کشتار در بابیار کمک کرده باشند. آنها همچنین در کشتار در دنیپرو شرکت داشتند، جایی که به گزارش فرماندهی میدانی همه چیز از هر لحاظ به شکلی ساده و روان انجام شد. چندین مورد از دستورهای فرماندهان محلی به پلیس کمکی برای کشتن یهودیان در دست است. در کشتار یهودیان در کریفیریه همه افراد نیروی پلیس کمکی اوکراین مورد استفاده قرار گرفتند. پاورقی 11، شوا در اوکراین، دیتر پوهل، تاریخدان آلمانی. بازگشت به متن. ارتش شورشی اوکراین یک ارتش پارتیزانی اوکراینی و شاخه نظامی سازمان ملی‌گرایان اوکراین و جناح باندرا بود که در سال 1942 تأسیس شد و تا حدود 1956 وجود داشت. در طول جنگ جهانی دوم گاهی با آلمان نازی همکاری می‌کرد و با ارتش داخلی لهستان می‌جنگید. پس از جنگ او 5 سال دیگر در این کشور در مقابل اتحاد جماهیر شوروی جنگید. اعضای آن اکثرا مردان دهقانی بین سنین 18 تا 22 سال بودند. همچنین متشکل از تعداد زیادی از اعضای غیر اوکراینی مانند آذربایجانی‌ها، ازبک‌ها، گرجی‌ها، تاتارها، بلاروس‌ها و همچنین روس‌ها بود. این گروه عامل اصلی در پاکسازی قومی لهستانی‌ها در ولینیا و گالیسیای شرقی بود. دولت لهستان این ارتش را به عنوان یک سازمان جنایتکار و مسئول نسل کشی جمعیت لهستانی در ولینیا و بخش‌هایی از شرق گالیسیا می‌داند. جمعیت لهستان فقط در شهرهای بزرگ زنده ماندند. اگر تعداد پناهندگان تخمینی را در نظر بگیریم، تعداد کل قربانیان لهستانی احتمالاً به حدود 300,000 نفر می‌رسد.
استپان باندرا. استپان آندریویچ باندرا یک سیاستمدار اوکراینی بود. او با ورماخت آلمان کار میکرد و شبه نظامیان تحت امر او تا حدی قدرت پلیس را پس از ورود ورماخت، یعنی نیروهای مسلح یک پارچه کشور آلمان در دوره رایش سوم، به لویو در اختیار گرفتند. آنها از جمله دستگیری و اعدامهای دست جمعی را تدارک دیدند. آثار باندرا و شخص او در اوکراین بسیار بحث برانگیز است. در شرق کشور، همچنین در لهستان، روسیه و اسرائیل او عمدتاً به عنوان همکار نازی‌ها و جنایتکار جنگی شناخته می‌شود. از سوی دیگر در غرب اوکراین او توسط بسیاری از اوکراینی‌ها به عنوان یک قهرمان ملی مورد احترام است. برخی از محققان فاشیست او را یک فاشیست متقاعد توصیف می‌کنند. باندرا متعلق به جناح رادیکال بود. در سال 1940 این جناح به دلیل اختلافات بین باندرا و رهبر ارتش شورشیان آندری ملنیک به یک بخش محافظه‌کار به رهبری آندری ملنیک و یک بخش انقلابی و کاملا ضد یهود به رهبری باندرا تقسیم شد. شبه نظامیان ایجاد شده توسط باندرا تا حدی قدرت پلیس را پس از حمله ورماخت آلمان به لمبرگ در 30 ژوئن 1941 به دست گرفتند. آنها نقشی کلیدی در قتل عام علیه جمعیت غیرنظامی یهودی داشتند که قبل از آن توسط واحدهای NKVD اتحاد جماهیر شوروی حدود 4000 زندانی اوکراینی به جریان افتاد. باندرا در 1941 پس از آنکه اوکراین را یک کشور مستقل اعلام کرد دستگیر شد. به اردوگاه کار اجباری زاکسنهاوزن فرستاده شد. گفته می شود که دو تن از برادران او الکساندر و واسیلی باندرا در اردوگاه کار اجباری آشویتس توسط زندانیان لهستانی کشته شده اند. با این حال در اردوگاه کار اجباری به عنوان یک زندانی افتخاری موقعیت ویژه‌ای دریافت کرد. بنابراین او یک سلول مبله بزرگتر با یک اتاق خواب و یک اتاق نشیمن، حتی تصاویر روی دیوارها و یک فرش روی زمین داشت. عده این مسئولیت اخلاقی قتل عام‌های مرتکب شده در ولینیا و شرق گالیسیا در سالهای 1943 و 44 را به باندرا محول می‌کنند. قبل از جنگ او این واقعیت را پنهان نمی‌کرد که نه فقط صدها بلکه هزاران جان باید قربانی شود تا سازمان ملی گرایان اوکراین به اهداف خود دست یابد و دولت اوکراین ظهور کند. خشونت جمعی یا پاکسازی اوکراین از وجود یهودیان، لهستانی‌ها، روس‌ها و دیگر دشمنان سازمان از اهداف اصلی او بود. در 25 سپتامبر 1944 از زندان آزاد شد. او قرار بود کمیته ملی اوکراین را راه اندازی کند و اقدامات مقاومت اوکراین را علیه ارتش سرخ در کنار ناسیونال سوسیالیست‌ها هدایت کند. اما به دلیل پیشروی سریع شوروی هرگز محقق نشد. در پاییز 1946 باندرا از طریق اتریش به مونیخ گریخت و در آنجا سالها تحت نام جعلی استفان پوپه از دید کاگبه مخفی ماند، زیرا در اتحاد جماهیر شوروی به خاطر اقدامات ضد شوروی به طور غیابی به اعدام محکوم شده بود. در سال 1947 زمانی که باندرا در تبعید بود رئیس سازمان ملی گرایان اوکراین شد و تا زمان مرگش در این سمت باقی ماند. بوگدان استاشینسکی مامور کاگبه در 15 اکتبر 1959 او را در ورودی ساختمان آپارتمانش با یک سلاح تپانچه مانند که گاز سیانید هیدروژن می پاشید به قتل رساند. قبر او در شب 17 اوت 2014 در جریان جنگ اوکراین توسط افراد ناشناس تخریب شد. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور غربگرای اوکراین در سال 2010 به باندرا عنوان قهرمان اوکراین را اهدا کرد که این جایزه توسط پارلمان اروپا محکوم شد. این اظهارات خشم اکثریت روس زبان اوکراین و مدافعان حقوق بشر در اوکراین را در پی داشت. در این راستا شمار زیادی از معترضان در ورشو دست به راهپیمایی زدند. در آوریل 2010 سازمان‌های روسی، لهستانی و یهودی در اوکراین توسط ویکتور یانوکوویچ و با رأی دادگاه غیرقانونی اعلام شدند. در ژانویه 2011 این جایزه رسماً لغو شد.
پترو دیاچنکو. پترو دیاچنکو یک ستوان ارتش امپراتوری روسیه بود که در سال 1917 به ارتش خلق اوکراین، جمهوری خلق اوکراین پیوست و از سال 1920 سرهنگ هنگ سیاه قزاق‌ها بود. پس از سقوط کیف به دست بلشویک‌ها و فروپاشی دولت اوکراین، او به همراه باقی سربازان اوکراینی در لهستان بازداشت شد. در 20 ژوئیه 1928 به ارتش لهستان پیوست. در سال 1928 به عنوان فرمانده گروهان در هنگ اول شوالگر لهستان خدمت کرد. در اول ژانویه 1934 او معاون فرمانده سومین هنگ مازوویای لهستانی شولگر شد. او به عنوان سرگرد در سپتامبر 1939 در ارتش لهستان جنگید. پس از تسلیم به عنوان افسر ارتش لهستان اسیر شد و به اردوگاه اسرای جنگی آلمان فرستاده شد. در 25 ژوئیه دیاچنکو به عضویت کمیته مرکزی اوکراین که در کراکوف از طرف آلمان تشکیل شده بود درآمد. دیاچنکو در سال 1941 در ستاد پولیشین سیچ بود و بعدها به ارتشی شورشی اوکراین پیوست. پس از وقوع قیام ورشو به دیاچنکو دستور داده شد تا یک واحد نظامی را سازماندهی کند و او در سرکوب مقاومت لهستان علیه نازی‌ها شرکت کرد. دیاچنکو برای اقدامات خود در طول نبرد بادسن در سال 1945 صلیب آهنین درجه دوم را دریافت کرد. در ماه مه 1945 او و قوایش به نیروهای آمریکایی در اتریش تسلیم شدند. بعدها در آلمان غربی زندگی کرد. سپس به ایالات متحده رفت و سال 1965 میلادی در همانجا درگذشت. در سال 2015 از دیاچنکو توسط پارلمان اوکراین با برگزاری جشن‌های دولتی ویژه به یاد او گرامی داشته شد و اعتراضات را در لهستان برانگیخت. ایوان نیکولاویچ دمیانژوک. جان دمیانژوک پس از دستگیری توسط ورماخت آلمان در سال 1942 به عنوان یک داوطلب خدمت کرد. او به نیروهای کمکی اس اس تعلق داشت که پرسنل عملیات اردوگاه‌های کار اجباری را تأمین می‌کردند. ابتدا دمیانژوک به عنوان راننده تراکتور در یک مزرعه اشتراکی کار می‌کرد. در سال 1940 به ارتش سرخ فرا خوانده شد. در ماه مه 1942 در نبرد کرچ توسط آلمانی‌ها دستگیر شد. دمیانژوک به اردوگاه اسیران جنگی در نزدیکی چلم برده شد، جایی که احتمالاً به عنوان یک نیروی به اصطلاح کمکی استخدام شد. او در اردوگاه کار اجباری آموزش نظامی دید و سپس توسط اس اس سوگند یاد کرد. اولین وظیفه او محافظت از کارگران اجباری یهودی در کشاورزی بود. اندکی پس از آن دمیانژوک در اردوگاه کار اجباری مایدانک کار میکرد. دقیقا مشخص نیست شغل او در آنجا چه بوده است. در 27 مارس 1943 او به اردوگاه کشتار سوبیبور منصوب شد، جایی که او به عنوان یکی از حدود 130 داوطلب تحت فرماندهی 20 تا 30 آلمانی خدمت کرد. گفته می شود که برای تأمین امنیت کشتار مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان جنگ دمیانژوک برای مدت کوتاهی در ارتش آزادی بخش روسیه به اصطلاح ارتش ولاسوف خدمت کرد و در طرف آلمانی جنگید. در ماه مه 1945 دمیانژوک خود را به اردوگاه آوارگان در لندشوت معرفی کرد. در اکتبر 1950 دمیانژوک تلاش کرد از طریق مرکز اسکان در لودویگزبورگ به ایالات متحده مهاجرت کند، اما به دلیل مشکوک بودن به بیماری سل بازگشت. در 29 ژانویه 1952 خانواده سرانجام از طریق برمرهاون به ایالات متحده رفتند. در آنجا دمیانژوک نام کوچک خود را از ایوان به جان تغییر داد. در سال 1975 دولت شوروی فهرستی از 70 نام از همدستان نازی‌ها را که به آمریکا مهاجرت کرده بودند به سناتورهای آمریکایی فرستاد که یکی از آنها دمیانژوک بود. در تابستان 1976 یک روزنامه اوکراینی منتشر شده در نیویورک شهادت ایگنات
دانیل چنکو یک نگهبان محکوم سوبیبور را منتشر کرد که او در سوبیبور با دمیانجوک مشغول به کار بوده است. در سال 1977 مقامات ایالات متحده یک کپی از کارت شناسایی او را به دست آوردند که در آن مکانهای وی ذکر شده است. بازرسان همچنین فهرستی از نقل و انتقال یافتند که تأیید می‌کرد دمیانجوک در 27 مارس 1943 به دفتر سوبیبور منصوب شده بود. تقریبا در همان زمان بازماندگان اردوگاه کشتار تربلیانکا به اسرائیل آمدند و معتقد بودند که در عکس‌های جان دمیانجوک نگهبان بدنام را به عنوان ایوان مخوف می‌شناسند. این اظهارات مبنایی برای استرداد و محاکمه بعدی در اسرائیل بود. دمیانجوک در 23 ژوئن 1981 به دلیل اظهارات نادرست در مورد خدمات خود در بدو ورود به کشور در سال 1952 از تابعیت ایالات متحده محروم شد. در اکتبر 1983 اسرائیل از ایالات متحده درخواست استرداد کرد که در 27 ژانویه 1986 موافقت شد. محاکمه در اورشلیم در 25 فوریه 1987 آغاز شد. محاکمه به یک رویداد رسانه‌ای بین‌المللی تبدیل شد. در محاکمه دمیانجوک شهادت داد که سالها یک اسیر جنگی ساده بوده است. با توجه به شرایط موجود در اردوگاه در نزدیکی چلم قابل باور نبود که او بتواند برای مدت طولانی در آنجا زنده بماند. بنابراین دادگاه منطقه به شهادت 5 بازمانده از تربلیانکا و 2 اظهارات اعضای اس اس اتکا کرد. شکی نبود که دمیانجوک همان قاتل دست جمعی بدنام تربلیانکا یعنی ایوان مخوف بود. بنابراین در 25 آوریل 1988 بر اساس قانون مجازات نازی‌ها و دستیاران نازی او را به اعدام محکوم کردند. دمیانجوک به این حکم اعتراض کرد. طی تحقیقاتی که با انحلال اتحاد جماهیر شوروی امکان پذیر شد، بازرسان اظهاراتی از 37 نگهبان تربلیانکا که در اتحاد جماهیر شوروی محکوم شده بودند یافتند. اینها نشان می‌داد که نام خانوادگی ایوان مخوف در آن اردوگاه دمیانجوک نبود، بلکه مارچنکو بود. دمیانجوک پس از 7 سال بازداشت به ایالات متحده بازگشت. اگرچه دادگاه او را به سرپرستی توبیبور متهم کرد، با این حال در سال 1998 او تابعیت ایالات متحده خود را دوباره به دست آورد. محاکمه دیگری علیه دمیانجوک در سال 2001 در ایالات متحده آغاز شد که در آن دادگاه متقاعد شد که دمیانجوک در طول جنگ جهانی دوم به عنوان نگهبان در اردوگاه‌های کار اجباری مختلف خدمت کرده است. این دادگاه حکم به لغو تابعیت دمیانجوک در ایالات متحده داد. در دسامبر 2005 دستور اخراج او به اوکراین صادر شد که دمیانجوک در برابر آن مقاومت کرد. در 24 مارس 2009 مقامات مهاجرت اعلام کردند که با دولت آلمان تماس گرفتند تا مدارک لازم برای استرداد آلمان را به دست آورند. دادستان عمومی مونیخ ابتدا دمیانجوک را متهم کرد که در قتل 29 هزار نفر در اردوگاه کشتار سوبیبور نقش داشته است. در پایان نبرد حقوقی، تعلیق استرداد به آلمان توسط قاضی دادگاه عالی ایالات متحده رد شد. دمیانجوک مظنون به ارتکاب جنایات علیه زندانیان در اردوگاه کار اجباری در سال 1943 به عنوان عضوی از واحدهایی بود که به تریست منتقل شدند. دمیانجوک همچنین در لهستان به دلیل قتل اتباع لهستانی توسط نگهبانان اوکراینی در اردوگاه‌های کشتار عمومی به ویژه در تربلیانکا مورد بازجویی قرار گرفته بود. دفتر مرکزی اداره دادگستری ایالتی آلمان برای بررسی جنایات ناسیونال سوسیالیستی تحقیقات مقدماتی را علیه دمیانجوک انجام داد و ثابت کرد که بین مارس و سپتامبر 1943 او در قتل حداقل 29 هزار نفر از جمله 1939 آلمانی به عنوان سرپرست در اردوگاه سوبیبور شرکت داشته است. اسامی قربانیان بر اساس لیست حمل و نقل مشخص شد. در فوریه 2009 اداره پلیس جنایی ایالات باواریا تأیید کرد که کارت شناسایی اس اس دمیانجوک که در ایالات متحده آمریکا بایگانی شده بود با تعدادی از کارت‌های شناسایی موجود دیگر از این نوع مطابقت دارد.
دفتر دادستانی عمومی مونیخ سپس در 11 مارس 2009 برای صدور حکم بازداشت بین المللی علیه دمیان ژوگ به منظور استرداد به آلمان درخواست داد. در 12 می 2009 دمیان ژوگ با یک هواپیمای بیمارستانی از ایالات متحده وارد مونیخ شد. او به درمانگاه زندان مونیخ منتقل شد و در آنجا حکم بازداشت وی صادر شد. در آبرین 2009 بستگان قربانیان گروهی را در هلند تشکیل دادند که به عنوان شاکیان مشترک در دادگاه آلمان ظاهر شدند. در 13 ژوئیه 2009 جان دمیان ژوگ توسط دفتر دادستانی عمومی مونیخ به دلیل دست کم 27900 فقره قتل مجرم شناخته شد، اما سپس حکم آزادی او را به دلیل کهولت سن صادر کرد. او متهم بود که در طول جنگ جهانی دوم عضو اس اس و زندانبان اردوگاه مرگ سوبیبور بوده است. نبرد اولیگارش ها، جنگ اوکراین و نگاهی به شرایط سیاسی جهان، نوشته قاسم قره‌داغی، راوی رعنا، انتشارات کتابخانه اینترنتی آوای بوف. قسمت سوم. سازمان ملی‌گرایان اوکراین، سازمانی سیاسی راست افراطی و رادیکال از ملی‌گرایان افراطی در اوکراین بود که در سال 1929 در وین تأسیس شد. هدف آنها استقلال اوکراین بود. این سازمان با ادغام سازمان نظامی اوکراین UWO با گروه‌های مختلف راستگرای کوچکتر و ملی‌گرایان اوکراینی ایجاد شد. در سال 1940 در طول جنگ جهانی دوم OUN به سازمانی به رهبری آندری ملنیک به نام ملنیکیست‌ها و باندریست‌ها به رهبری استپان باندرا تقسیم شد. اعضای OUNB در جنگ آلمان و شوروی در کنار ورماخت آلمان جنگیدند. اعضای OUNM داوطلبان بخش وافن اس اس گالیشیا را فراهم آوردند. در سال 1942 OUNB ارتش شورشی اوکراین را به عنوان یک ارتش پارتیزانی در برابر ارتش داخلی لهستان راه اندازی کرد و تا اوایل دهه 1950 علیه اتحاد جماهیر شوروی جنگید. پس از جنگ جهانی دوم سازمان ملی‌گرایان اوکراین در کشورهای غربی به صورت سازمانی در تبعید فعالیت می‌کرد. کنگره ملی‌گرایان اوکراین که در سال 1992 تأسیس شد خود را جانشین این سازمان می‌داند. این سازمان ابتدا در گالیسیای شرقی که آن زمان بخشی از لهستان میان دو جنگ بود فعالیت میکرد. سازمان از ایجاد اتحاد میان سازمان نظامی اوکراین، گروه‌های راست رادیکال و ملی‌گرایان و نخبگان راست اوکراینی به نمایندگی دیمیترو دونستوف، یوهن کونوالتس، میکولا سیبورسکی و دیگر افلاد شکل گرفت. تفکر و باورهای سازمان ملی‌گرایان اوکراین در مقایسه مانند فاشیسم ایتالیایی توصیف شده است. هدف اصلی سازمان نفوذ در احزاب سیاسی قانونی، دانشگاه‌ها و سایر ساختارها و مؤسسات سیاسی بود. سازمان ملی‌گرایان در راستای رسیدن به استقلال اوکراین از هیچ گونه خشونت و ترور علیه دشمنان خارجی و داخلی به ویژه لهستان، چک و اتحاد جماهیر شوروی پرهیز نمی کردن. ناسیونالیست های اوکراینی شدیداً ضد لهستانی و ضد روسیه حمله به لهستان را آغازی برای آزادی آلمان ها می دانستن. در سال 1940 ورماخت دو گردان از اعضای ملی‌گرایان شاخه باند را تشکیل داد که در جنگ آلمان و شوروی مورد استفاده قرار گرفتند. پس از حمله به اتحاد جماهیر شوروی در 22 ژوئن 1941 هر دو جناح سازمان ملی‌گرایان اوکراینی گروه‌هایی تشکیل دادند که قرار بود پایه‌های اداره اوکراین مستقل را در سرزمین‌های تحت اشغال آلمان بنا کنند. پس از حمله ورماخت آلمان به لویو در 30 ژوئن 1941 شبه نظامیان ایجاد شده توسط ملی‌گرایان شاخه باند را تا حدی قدرت پلیس را به دست گرفتند.
قبل از عقب نشینی شوروی چندین هزار زندانی را در لویو به قتل رسانده بود. این اعمال را از طریق تبلیغات توسط قدرت اشغالگر آلمان به گردن یهودیان انداخته بودند. به دنبال آن قتل عامی علیه یهودیان در لویو و جاهای دیگر صورت گرفت که شبه نظامیان به رهبری سازمان باندرا به طور قابل توجهی در این کار شرکت داشتند. آنها همچنین با دستگیری 3000 یهودی توسط پلیس امنیت آلمان در 5 ژوئیه 1941 اعدام‌های دست جمعی را راه اندازی کردند. در 30 ژوئن 1941 در لویو ملی‌گرایان شاخه باندرا استقلال اوکراین را اعلام کردند و دولتی به ریاست یاروسلاو استتنسکو تشکیل دادن، در حالی که ورماخت در ابتدا فعالیت‌های OUNB را تحمل می‌کرد. تنها یک هفته بعد بود که رهبران سازمان دستگیر و به اردوگاه‌های کار فرستاده شدند. پس از دستگیری استسگو، معاون او مدتی نخست وزیر بود، اما پس از امتناع وی از لغو قانون بازگرداندن دولت اوکراین توسط گشتاپو، به همراه سایر اعضای دولت دستگیر شد و به زندانی در اردوگاه کار اجباری آشویتس افتاد. آلمان نازی برنامه‌ای دیگری برای اوکراین داشت. این کشور به دولت عمومی لهستان و گالیسیای شرقی و کمیساریای رایش اوکراین تقسیم شد. ورماخت همچنین اعلامیه‌هایی را توضیح کرد که در آن باندرا به عنوان عامل استالین توصیف شده بود. برعکس، نقل قولی از یک جزوه سازمان ملی گرایان اوکراینی شاخه باندرا که در سال 1942 منتشر شد، فاصله سازمان را از قدرت اشغالگر آلمان نشان می‌دهد. ما نمی‌خواهیم برای مسکو، یهودی‌ها، آلمانی‌ها و دیگر خارجی‌ها، بلکه برای خودمان کار کنیم. هاینریش هیملر در تفکرات نژادپرستانه خود هیچ تمایزی بین اوکراینی‌ها و سایر اسلاف‌ها قائل نشد و هیتلر آنها را همانقدر تنبل، بی‌نظم، نیهیلیستی، آسیایی مانند روس‌ها می‌دانست. در حالی که نظریه پردازان سازمان سعی کردند ثابت کنند که اوکراینی‌ها اسلاف نیستند، بلکه از فرزندان یک جمعیت خودمختار هستند. رایش، کمیسر کوخ، وزیر دستانش و همچنین آژانس‌های ورماخت سیاست بی‌رحمانه استثمار را دنبال کردند. کالخوزهای دوران شوروی حفظ شدند و سهمیه تحویل آنها افزایش یافت. بیش از 1 میلیون اوکراینی برای کار اجباری به آلمان تبعید شدند. بسیاری از اوکراینی‌ها به جنگل‌ها گریختند تا مجبور به کار در مزارع اشتراکی و استخدام به عنوان کارگران خارجی نشوند. سازمان ملی گرایان باندرا از آنها اولین واحدهای پارتیزانی ناسیونالیست را در پولیسیا و وولینیا تشکیل داد که در فوریه 1943 به ارتش شورشی اوکراین با حدود 40,000 تا 100,000 جنگجو تبدیل شد. آنها کنترل بخش‌هایی از وولینیا و پولیسیا را به دست گرفتند که به نوبه خود منجر به درگیری شدید با ارتش داخلی لهستان و گالیسیا شد. با این حال جنایات سازمان ملی گرایان باندرا علیه بشریت به این محدود نشد. بازوی نظامی آن UPA همچنین کولی‌ها، مسکوی‌ها، یهودیان و دیگر گروه‌ها را قتل عام کرد. در یگان‌های آلمانی شرکت کرد و مرتکب جنایات زیادی شد. سازمان ملی گرایان ملنیک از تشکیل لشکر داوطلب SS اوکراین گالیسیا در تابستان 1943 استقبال کرد. از سوی دیگر سازمان ملی گرایان باندرا طبق اظهارات آنها با شدتی برابر با اشغالگران آلمانی و شوروی جنگید. آنها برنامه‌ای را تدوین کردند که سعی داشت ناسیونالیسم را با عناصر دموکراتیک ترکیب کند. در برخی مواقع سازمان ملی گرایان باندرا نیز از پیروان خود می‌خواست که به لشکر SS بپیوندند، البته فقط به دلایل تاکتیکی تا بتوانند در آنجا آموزش نظامی ببینند. از سوی دیگر عملیات رزمی ارتش شورشی اوکراین نیز علیه نیروهای آلمانی مستند است. بنابراین در تابستان 1944 نبردهای شدیدی بین ورماخت و ارتش سرخ روی داد. در اکتبر 1944 اکثر ملی گرایان اوکراینی از اردوگاه‌های کار اجباری آلمان آزاد شدند.
برای جلوگیری از تلاش‌های آینده لهستان در اعمال مجدد مرزهای پیش از جنگ با اوکراین در سال‌های 1943-44، برخی از واحدهای نظامی ارتش شورشی اوکراین اقدام به پاکسازی قومی گسترده‌ای علیه مردم لهستان کردند. تاریخ‌دانان تخمین می‌زنند که 100,000 غیر نظامی لهستانی در وولنیا و گالیسیای شرقی توسط این سازمان قتل عام شده باشند. همچنین در طول و پس از جنگ سرد، سازمان‌های اطلاعاتی غربی از جمله CIA به شکل پنهانی از سازمان ملی گرایان اوکراین پشتیبانی می‌کردند. بسیاری از سازمان‌های سیاسی راست افراطی معاصر اوکراین خود را وارثان سنت‌های سیاسی سازمان ملی گرایان اوکراین می‌دانند. از جمله سوبودا، مجلس ملی اوکراین و کنگره ملی گرایان اوکراین. نقش سازمان ملی‌گرایان اوکراین همچنان مورد بحث مورخان است، چرا که آنان بعدها تلاش کردند میراث سیاسی فاشیستی سازمان و همدستی آن با آلمان نازی را انکار کنند. استقلال اوکراین استقلال خود را در اوت 1991 اعلام کرد. ایران به عنوان اولین کشور استقلال اوکراین را به رسمیت شناخت. پس از جدایی اوکراین روند خصوصی سازی تدریجی را آغاز کرد. پس از رفراندوم با 90.3% رأی به استقلال دولتی خود دست یافت. حق رأی زنان تایید شد. از زمان استقلال اوکراین به دنبال هویت ملی و نقش بین المللی خود بین یک جهتگیری غربی مانند ادغام در اتحادیه اروپا و یک جهتگیری شرقی گرایش سیاسی به روسیه بوده است. اوکراین از زمان استقلال از مشکلات شدید اقتصادی و جمعیتی رنج برده است. از زمان استقلال جمعیت آن بیش از 6.25 میلیون نفر کاهش یافته است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور دیگر جانشین اتحاد جماهیر شوروی با سلاح هسته‌ای بجز روسیه وجود داشت: اوکراین، بلاروس و قزاقستان. اوکراین بیشتر تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی خود را در سال 1991 به روسیه تسلیم کرد، اما سلاح‌های هسته‌ای راهبردی را حفظ کرد و از غرب برای تحویل آنها پول و تضمین‌های امنیتی خواست. این کشور کمک‌های مالی و تضمین‌های امنیتی ایالات متحده را بر اساس توافق سه‌جانبه با روسیه و ایالات متحده آمریکا در ژانویه 1994 طی تفاهم‌نامه بوداپست دریافت کرد. در پایان سال 1994 به NPT و معاهده استاروان پیوست و در سال 1996 خود را عاری از سلاح هسته‌ای اعلام کرد. در دهه 1990 اوکراین مانند دیگر کشورهای در حال گذار در اروپای شرقی، این کشور ابتدا یک بحران اقتصادی را تجربه کرد که پیامد تحول کلی اقتصادی بود. علاوه بر این، اثرات فاجعه هسته‌ای چرنوبیل همچنان بر این کشور سنگینی می‌کند. این به ویژه شوک درمانی است که توسط صندوق بین‌المللی پول تجویز شده است. منتسب به آن که منجر به کاهش 60% تولید ناخالص داخلی از سال 1992 تا 1995 شد. اوکراین به سمت مالکیت خصوصی و بازار آزاد قدم برداشت. این شیوه برای خانواده‌های فقیر اوکراینی که هیچگاه فعالیت اقتصاد لیبرالیستی را تجربه نکرده بودند، دشوار و چه بسا غیر ممکن بود. اقتصاد اوکراین در آن سالها وضعیت بسیار ناگواری داشت. تورم لجام گسیخته باعث می شد که اعتماد به پول ملی روز به روز کمتر و کمتر شود، تا جایی که مردم بیشتر علاقمند بودند معاملات پایا پای انجام دهند تا اینکه با ارز رایج کشور معامله کنند، تا جایی که رشد منفی اقتصادی از سال 93 تا 94 منفی 22% بود، یعنی کالایی را که در سال 93 با 1 کوپک معامله می کردند همان کالا در سال 94 حدود 130 کوپک معامله می شود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نیمی از اقتصاد اوکراین به روسیه وابسته بود. تنها 20% از تولیدات صنعتی دارای چرخه داخلی بودند. تقریبا در تمام بخش‌های اقتصاد تولید کاهش یافته بود. بر اساس نتایج سال 1994 تولید ناخالص داخلی اوکراین 54.4% از سطح سال 1990 بود.
اوکراین مبالغ زیادی بابت سوخت و انرژی به روسیه بدهکار بود. در اوکراین پول ملی، سیستم بانکی، صندوق‌های اجتماعی، مواد غذایی و سایر بازارهای اصلی وجود نداشت. در واقع این کشور تقریباً طبقه متوسطی نداشت. کسب و کارهای متوسط و کوچک در ابتدای راه بودند. دوره ریاست جمهوری لئونید کوچما را می توان به طور مشروط به سالهای رکود اقتصادی تا سال 1998 تقسیم کرد، زمانی که تولید ناخالص داخلی به 40.2% از میزان سال 1990 رسید و دوره رشد اقتصادی در سالهای 2000 تا 2004 که به اوکراین در سال 2004 اجازه داد تا تولید ناخالص داخلی را به سطح مطلوبی بازگرداند. سالهای بحران با سطح پایین سرمایه گذاری، بدهی به مردم برای دستمزد و مستمری و متعاقب آن بدهی های مردم برای قبوز آب و برق شرایط سخت اقتصادی را رقم می زد. در همان زمان در دوران ریاست جمهوری لئونید کوچما، روابط بازار در کشور شکل گرفت. تثبیت وضعیت اقتصادی امکان معرفی پول ملی اوکراین را در سال 1996 فراهم کرد. خصوصی سازی های کوچک و متوسط، اصلاحات پولی، مالی، بودجه‌ای، مالیاتی و بسیاری دیگر انجام شد. بدهی های بازنشستگی و دستمزد به مردم بازپرداخت شد. از طریق مبادله پایاپای بدهی های منابع انرژی عمدتاً برای گاز روسیه و ترکمنستان تسویه می شد. در زمان کوچما اوکراین قیمت گاز ثابت را از فدراسیون روسیه تضمین کرد. پالایشگاه‌های نفت بارگیری شدند. 3 واحد نیرو در نیروگاه هسته‌ای تکمیل شد. برخی از تأسیسات راه آهن بازسازی شد. یک سیستم انگیزشی برای توسعه کارآفرینی ایجاد شد. مبادله کالا به کالا حذف شد. تورم متوقف شد. کسری بودجه، سطح بار بدهی، بار مالیاتی بر اقتصاد و جمعیت به میزان قابل توجهی کاهش یافت. شاخصهای تجارت خارجی و تراز پرداختها بهبود یافته و تعهدات بدهی به صندوق بین‌المللی پول برآورده شدند. اوکراین به عنوان کشوری با اقتصاد بازار آزاد شناخته شد. در سیاست خارجی کوچما اصل همکاری چند جانبه و برابر اوکراین را هم با کشورهای غرب و هم با کشورهای آسیا، آمریکای لاتین و روسیه اعلام کرد. در 31 مه 1997 او به همراه رئیس جمهور روسیه بوریس یلسین معاهده دوستی، همکاری و مشارکت بین فدراسیون روسیه و اوکراین را امضا کرد. وی قبلاً در 9 ژوئیه 1997 منشور مشارکت ویژه بین اوکراین و ناتو را امضا کرد. در 23 می 2002 شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین به ریاست کوچما تصمیم گرفت که پیوستن به ناتو یک هدف استراتژیک برای این کشور است. کوچما یکی از مبتکران اصلی ایجاد سازمان توسعه اقتصادی و دموکراسی گوام در سال 1997 بود. به عقیده اکثر کارشناسان این ساختار که گرجستان، آذربایجان، مولداوی و بعداً ازبکستان را تحت رهبری غیررسمی اوکراین بالفعل متحد کرد، تلاشی برای تشکیل یک مرکز ثقل جایگزین برای کشورهای مستقل مشترک المنافع و مقابله با تسلط فدراسیون روسیه در این فضای ژئوپلیتیکی بود. حفظ و تقویت روابط شریک سودمند متقابل بین اوکراین و روسیه در دوران ریاست جمهوری کوچما با اقدامات دفعی وی که به عنوان تهدیدی برای حاکمیت کشور تفسیر می‌شد ترکیب شد. معروف‌ترین درگیری در اطراف تفتوزلا که در پاییز 2003 اتفاق افتاد. تلاش طرف روسی برای ساخت سدی که با اوکراین هماهنگ نشده بود و سواحل فدراسیون روسیه را به این بخش از خاک اوکراین متصل می‌کرد. واکنش تند کوچما را به همراه داشت که از جمله آن قطع یک سری از سفرهای وی به کشورهای آمریکای لاتین بود. همچنین اقداماتی را برای ساخت نمایشی استحکامات دفاعی ترتیب داد. پس از آن روسیه ساخت سد را متوقف کرد. طرفین وارد مذاکره شدند و در نتیجه کوچما و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توافقنامه همکاری در استفاده از دریای آزوف و تنگه کرچ را امضا کردند. بسیاری از محققین و تحلیلگران مناقشه توزلا اولین تلاش روسیه برای تحقیق اوکراین در اقدامات احتمالی برای الحاق کریمه می دانند.
این تلاش به دلیل واکنش تند کوچما کنار گذاشته شد. شبه جزیره کریمه. در سال 2004 نخست وزیر ویکتور یانوکوویچ برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. نتایج غیرمنتظره انتخابات تظاهرات عمومی را در حمایت از نامزد مخالف ویکتور یوشچنکو برانگیخت. این نتایج اعتراض مردم را به همراه داشت. مسموم شدن ویکتور یوشچنکو رقیب اصلی یانوکوویچ در جریان مبارزات انتخاباتی هم بر آتش شک و کینه طرفدارانش دمید و موجی از اعتراض و نافرمانی مدنی کشور را فرا گرفت. این اعتراضات که با استفاده از نمادهای نارنجی رنگ همراه بود به انقلاب نارنجی اوکراین معروف شد. این انقلاب ویکتور یوشچنکو و یولیا تیموشنکو را به قدرت رساند و ویکتور یانوکوویچ را به اپوزیسیون تبدیل کرد. با این حال در سال 2006 یانوکوویچ یک بار دیگر نخست وزیر شد تا اینکه در انتخابات پارلمان اوکراین در سال 2007 تیموشنکو به پست نخست وزیری بازگشت. درگیری با روسیه بر سر قیمت گاز طبیعی برای مدت کوتاهی تمام عرضه گاز به اوکراین را در سالهای 2006 و 2009 متوقف کرد و منجر به کمبود گاز در سایر کشورهای اروپایی شد. در 25 فوریه 2010 ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین شد. از اواخر سال 2012 این کشور وضعیت بحرانی بین دولت و معترضانی را تجربه کرد که تغییر در مدل سیاسی تصویب شده پس از انتخاب مجدد یانوکوویچ را به عنوان رئیس جمهور منتخب نپذیرفتند. در 22 فوریه 2014 در پی اعتراضات خیابانی علیه دولت و وخیم شدن اوضاع داخلی اوکراین با رأی پارلمان اوکراین ویکتور یانوکوویچ از سمت ریاست جمهوری برکنار شد و یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق پس از تسخیر کاخ ریاست جمهوری توسط مخالفان و رأی پارلمان این کشور مبنی بر بازگشت به قانون اساسی سال 2004 که این طرح با 325 رأی موافق به تصویب رسید و راه برای آزادی تیموشنکو فراهم شد. همچنین پارلمان اوکراین به آزادی تیموشنکو از زندان نیز رأی مثبت داد و در ساعاتی بعد در 22 فوریه یولیا تیموشنکو از زندان آزاد شد. یانوکوویچ پس از برکناری به روسیه فرار کرد و الکساندر تورچینوف به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب شد. در فوریه تا مارس 2014 تغییرات اجتماعی سیاسی گسترده‌ای در کریمه رخ داد که با بحران سیاسی سراسر اوکراین مرتبط بود. آغاز این تغییرات با اعتراض مردم محلی به اقدامات مخالفان سابق که در کیف به قدرت رسیدن بود. مقامات اجرایی جمهوری خودمختار کریمه تغییر کردند و آنها نیز به نوبه خود مشروعیت دولت جدید اوکراین را به رسمیت نشناخته و به رهبری روسیه روی آوردند. با حمایت کامل نظامی، مادی، مالی، دیپلماتیک و روانی رهبری فدراسیون روسیه که پس از تغییر قدرت در اوکراین مسیری را برای پیوستن شبه جزیره به فدراسیون روسیه در پیش گرفت، یک همه پرسی در 16 مارس در کریمه برگزار شد و طی آن طبق نتایج رسمی 96% از رای دهندگان موافق پیوستن به روسیه بودند. در 17 مارس بر اساس نتایج همه پرسی و اعلامیه استقلال که در 11 مارس تصویب شد، شورای عالی جمهوری خودمختار کریمه این منطقه را یک کشور مستقل با عنوان جمهوری کریمه اعلام کرد. در 18 مارس روسیه و جمهوری کریمه توافقنامه ای را در مورد الحاق کریمه به روسیه امضا کردند که بر اساس آن موضوعات جدیدی از فدراسیون به عنوان بخشی از فدراسیون روسیه جمهوری کریمه تشکیل شد. الحاق کریمه به فدراسیون روسیه مهمترین بحران دوره تورچینوف بود. وی در 7 آوریل 2014 در ارتباط با تصرف ساختمان‌های اداری در خارکف، دونتسک و لوهانسک و اعلام جمهوری خلق خارکف و دونتسک از ایجاد یک ستاد ضد بحران خبر داد و اعلام کرد که علیه کسانی که سلاح به دست گرفتند اقدامات ضد تروریستی انجام خواهد شد. در 14 آوریل فرمانی مبنی بر آغاز عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین با عنوان اجرای تصمیم شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین در مورد اقدامات فوری برای غلبه بر تهدید تروریستی و حفظ تمامیت ارضی اوکراین
در وبسایت رئیس جمهوری اوکراین قرار گرفت. این مصوبه از روز انتشار لازم الاجرا شد. همچنین در زمان تورچینوف حوادث غم‌انگیزی در اوتسا در دوم مه 2014 رخ داد که موجب حواشی زیادی در خارج از اوکراین شد. در هفتم ژوئن 2014 او قدرت را به رئیس جمهور پترو پوروشنکو که در انتخابات زود هنگام انتخاب شد منتقل کرد. پیوستن به اتحادیه اروپا. در دهه‌ای که گذشت، اوکراینی‌ها نگاه متفاوتی نسبت به اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خود داشتند. از طرفی آنها می‌دانستند که اروپایی‌ها به دنبال یک بستر آماده برای ارائه محصولات و تولیدات خود به عنوان یک بازار تجاری هستند تا یک شریک تجاری. اما از طرفی نیز چشم به قدرت اقتصادی اروپا دوخته بودند. آنها با بررسی اجمالی شرایط کشورهای همسایه خود که از اتحادیه شوروی جدا شده بودند می‌دیدند که چگونه شرایط بهتری برای آن کشورها فراهم شده، به طوری که به آسانی در اتحادیه اروپا تردد، کار و زندگی می‌کنند و اوضاع اقتصادی اجتماعیشان نیز بسیار بهتر و قابل قبول‌تر شده است. همانطور که یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین در پیشنویس توافقنامه پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا به آن اشاره کرده بود، موضوعی که بعد از برکناری او از ریاست جمهوری شدت گرفت، به طوری که گروه‌های هوادار پیوستن به غرب در قدرت نفوذ کرده و این ایده را تقویت کردند. با شدت گرفتن این درگیری‌ها، اهالی روستبار قسمت‌های شرقی اوکراین به دلیل تجربیات تاریخی منفی، همچنین تقویت شدن روز به روز نیروهای غربگرا در قدرت مرکزی و اشتباهات زیادی که در دولت جدید به ضرر بخش‌های شرقی صورت می‌گرفت، مخالفت‌ها، درگیری‌ها و نارضایتی‌های زیادی را در این قسمت‌ها به وجود آورد. در این میان روسیه که روز به روز خود را بیشتر در محاصره دولت‌های نظامی غربی می‌دید و تحولات اوکراین را موازی با تشدید محاصره سیاسی نظامی غرب در مرزهای خود تلقی می کرد، با حضور در بخش‌های شرقی اوکراین و دخالت‌ها و حمایت‌های خود از مخالفان دولت مرکزی به این اعتراضات و نارضایتی‌ها دامن می‌زد. نتیجه این دخالت‌ها و فعالیت‌های روسیه در بخش‌های شرقی بود که موجب تصرف شبه جزیره کریمه شد. متعاقب آن، نیروهای حاکم در تلاش برای تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات مناطق مختلف به ویژه بخش‌های شرق شدند. اما نیروهای جدایی طلب و حامیان روسی آنها به این تحولات رضایت ندادند. دولت اوکراین نیروها و فعالیت‌های نظامی خود را در شرق افزایش داد که این موجب سخت‌تر شدن شرایط برای شبه نظامیان در آن مناطق بود. سیاست روسیه در اوکراین بیشتر راه اندازی حکومت‌های فدرالی بود، زیرا با به وجود آمدن شرایط فدرالی، تصمیم برای تحقق اهداف حکومت‌های غربی چه به لحاظ نظامی و سیاسی نیازمند توافق با بخش‌های شرقی و جلب رضایت آنها بود که تقریباً غیر ممکن می‌نمود. بر اساس شواهد، هر دو طرف یعنی روسیه و اوکراین در تلاش بودند تا قبل از جنگ شرایطی را فراهم کنند که در آن منافع هر دو طرف مد نظر گرفته شود. هرچند که هیچ کدام امید زیادی به پیروزی کامل در این مناقشات نداشتند، اما با توجه به عواقب عکس‌العمل‌های تند از سوی هر یک از طرفین برای در تعادل داشتن شرایط تلاش بسیاری شد. با تمام این تفاصیل، شاید چنانچه اوکراین ضمن نگاه به پیوندهای سیاسی اقتصادی با غرب همزمان می توانست موقعیت تاریخی فرهنگی و اقتصادی خود با روسیه و بخشهای شرقی خود را هم مد نظر داشته باشد و از لحاظ شرایط نظامی موقعیتی بیطرف و خونسا را پیش می گرفت، امروز شعله های آتش جنگ بر این کشور روشن نمی شد. هرچند که در طرف دیگر روسیه نیز پایبند هیچ یک از موازین نبوده و بدون توجه به نتایج دخالتهایش در شرق اوکراین موجب تقویت درگیری‌ها و ناآرامی‌ها شد. تا جایی که نیروهای زیادی از داوطلبان روسی در دهه گذشته در شرق اوکراین و در کنار جدایی طلبان این کشور بودند. همچنین روس‌ها با یادآوری جریان‌های فاشیستی و نازیسمی در تاریخ اوکراین مردم اوکراین را نسبت به حکومت وقت و رهبران آن بدبین و منزجر می کردند.
در نتیجه این اختلافات و درگیری ها حدود 1.5 میلیون نفر اوکراینی آواره و بیخانمان شدند و تقریباً 30% از اوکراینی ها به فکر مهاجرت و فرار از شرایط سخت زندگی در سایه آن مشکلات در کشور شدند تا بتوانند در کشورهای همسایه اروپایی خود زندگی بهتری داشته و از ناآرامی ها به دور باشند. که ادامه این نارضایتی ها منجر به موافقت مجلس برای پیوستن کشور به سازمان ناتو شد. اما از مدت ها قبل زمینه های این اختلاف ها در سیاست جهانی خود را بروز داده بود. رئیس پنتاگون طی یک سخنرانی در کنفرانس مونیخ گفته بود که ما نیروی خوبی در جهان هستیم. ایالات متحده از نظم و حاکمیت قانون حمایت می کند. من فکر می کنم که اکثر مردم جهان چنین فکر می کنند. او تا حدودی اتهامات ایالات متحده برای ایجاد یک دنیای تک قطبی را رد کرد. ولی به هر حال اگر آمریکا نماینده نیروهای خیر باشد، وجود نیروهای شر خاص یعنی حداقل دو قطب اجتناب ناپذیر است. پوتین اما ایالات متحده را به تلاش برای ساختن جهانی تک قطبی، استفاده از زور بیش از حد در سیاست بین‌الملل و تحریک یک مسابقه تسلیحاتی متهم می‌کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه درباره گسترش ناتو معتقد بود ما حق داریم صادقانه بپرسیم که این گسترش علیه چه کسی است. پوتین همچنین با استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا مخالفت کرده و گفته بود هیچ یک از کشورهای مشکلدار موشک‌هایی در اختیار ندارند که بتوانند به کشورهای اروپایی برسند. خواسته پوتین این بود که غربی‌ها عضوگیری برای ناتو را پایان دهند، به روسیه این اطمینان را بدهند که اوکراین و گرجستان را به عضویت در ناتو ترغیب نخواهند کرد و آن امنیتی را که برای خود و هم پیمانانشان دنبال می‌کنند را برای شوروی نیز به رسمیت بشناسند. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هرگز چنین شرایطی را تضمین نکرد. امروز که در خبرها و شبکه‌های رسانه‌ای در جریان این جنگ قرار داریم، به خوبی می‌توانیم این نگرانی‌ها را درک کنیم. اما شاید اگر سیاستمداران غربی شیوه جورج اچ دبلیو بوش و گورباچف را پیاده می‌کردند و می‌توانستند جمهوری‌های غیر بالتیک را در یک فدراسیون داوطلبانه که آن زمان بوش در سخنرانی خود در مجلس اوکراین مطرح کرد نگه دارند، امروز شرایط بسیار متفاوت‌تر و باثبات‌تر می‌شود. امروز نگرانی اصلی پوتین مشخصاً پیوستن اوکراین و گرجستان به ناتو است. برخلاف مخالفت اکثر منتقدین، بحران کنونی را می‌توان نتیجه گسترش پیمان ناتو پس از پایان جنگ سرد دانست. اگر این سازمان نظامی برای ایجاد امنیت و ثبات در اروپا گسترش می‌یافت، همچنین اگر روسیه را در بازی‌های سیاسی نظامی خود شریک می‌کرد، امروز شاهد چنین فجایع انسانی در شرق اروپا نبودیم. اگر نگاهی به رفتار و بازخورد کشورهای دیگر در مقابله با حضور شرکای نظامی همسایگان خود در مرزهایشان از دکترین مونرو تا بحران موشکی کوبا بیاندازیم، رفتار امروز روسیه در مقابل تحرکات نظامی اطرافیانش قابل درک‌تر خواهد بود. بحران کارائیب یا بشریت به جنگ پایان می‌دهد یا اینکه جنگ بشریت را پایان خواهد داد. بحران موشکی کوبا در اکتبر 1962 رویارویی بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود و در پی استقرار موشک‌های میانبرد شوروی در کوبا به عنوان بخشی از مسابقه تسلیحات هسته‌ای به وجود آمد. بحران واقعی 13 روز به طول انجامید که سازماندهی مجدد روابط بین الملل را به دنبال داشت. با بحران موشکی کوبا جنگ سرد به ابعاد جدیدی رسید. در طول این بحران هر دو ابرقدرت به یک رویارویی مستقیم نظامی و در نتیجه یک جنگ احتمالی هسته‌ای نزدیک شدند. در نتیجه عموم مردم برای اولین بار از خطرات عظیم آن آگاه شدند. علل بحران کارائی بارها در کنفرانس‌های بین‌المللی که با حضور نمایندگان کشورهای مختلف مورد بحث قرار گرفته است. آمریکایی‌ها علت اصلی این بحران خطرناک را در استقرار موشک‌های شوروی در کوبا می‌دانند، اما علت اصلی بحران کارائی سیاست تهاجمی ایالات متحده در قبال اتحاد جماهیر شوروی، ایجاد یک موقعیت نظامی استراتژیک بسیار خطرناک در اطراف اتحاد جماهیر شوروی
اقدامات تحریک‌آمیز در نزدیکی مرزهای اتحاد جماهیر شوروی و حتی در حریم هوایی این کشور بود که با تمایل ایالات متحده برای دستیابی به برتری نظامی غیرقابل انکار بر اتحاد جماهیر شوروی همراه بود. این رویارویی که با سیاست تهاجمی آمریکا علیه کوبا تشدید شد، قرار بود در مقطعی اتفاق بیفتد که در اکتبر 1962 اتفاق افتاد. خروشچف آزمون سختی را پشت سر گذاشت. بدون شک آنها به بی‌پروایی اقدامات خود متقاعد شده بودند. علاوه بر این، آنها از اقدامات خود می‌ترسیدند که جهان را به یک فاجعه هسته‌ای سوق داد. نابود کردن دنیا آسان است، بازسازی آن غیر ممکن است. بحران کارائیب تأثیر مثبت و منفی بر توسعه بعدی روابط بین‌الملل داشت. اما آیا منطق این بحران در حقوق بشر و بین الملل قابل بررسی است یا در منطق ترس برای کشوری که امنیت خود را در خطر می‌بیند؟ پاسخ این سوال می‌تواند ما را به علل شروع جنگ اوکراین و روسیه بسیار نزدیک‌تر کند. وقتی آمریکا در ترکیه هممرز با شوروی می‌تواند تسلیحات هسته‌ای مستقر کند، بنابراین شوروی هم می‌تواند در کوبا و هممرز با آمریکا چنین رفتاری را توجیه کند. در محاسبه و تئوری بسیار ساده بود، اما در عمل تا آنجا پیش رفت که مردم در کلیساها و اماکن مذهبی به دعا مشغول بودند تا دنیا را جنگ جهانی سوم نابود نکند. باید پذیرفت که در جهان سیاست و روابط بین الملل، اخلاقیات و قوانین به ظاهر زیبای انسانی آنچنان جایگاهی ندارند و روابط کشورها را منافع و اقتصاد جهانی در سایه توازن قدرت تعیین می کند. امروزه برخلاف گذشته، بازیگران سیاست تعیین کننده صلح و جنگ هستند و جنگ ها بر اثر محاسبات و رفتارهای غلط سیاسی در تعاملات با قدرت های برتر بروز می کند. وقایعی که در پس از بحران کوبا رخ داد گواه این واقعیت است که تنش‌های بزرگی هنوز در جهان وجود دارند. انقلاب‌های رنگی ظهور می‌کنند. گروه‌های رادیکال قدرت را در دست می‌گیرند و باعث بی‌ثباتی جهان می‌شوند. ناتو و به خصوص آمریکا مدام قلمرو برنامه‌های موشکی خود را اکثراً در مرز با روسیه گسترش می‌دهد. زلنسکی نیز اگر بینش سیاسی داشت باید پیشبینی میکرد که درگیر شدن با کشورهای صاحب بمب‌های پدر و مادر و هسته‌ای میتواند بار دیگر دنیا را به آشوب بکشاند. گسترش ناتو و روسیه. ناتو یک بلوک نظامی سیاسی است که ایالات متحده آمریکا و کانادا را با اکثر کشورهای اروپا از جمله ترکیه متحد می‌کند. این سازمان در 4 آوریل 1949 با هدف حفاظت از اروپا در برابر نفوذ شوروی تأسیس شد. یکی از اهداف اعلام شده ناتو اطمینان از بازدارندگی از هر گونه تجاوز در رابطه با قلمرو کشورهای عضو ناتو یا دفاع در برابر آن است. در حال حاضر 30 کشور عضو ناتو هستند و گرجستان و اوکراین را به عنوان نامزدهای عضویت در این ائتلاف به رسمیت می‌شناسند. مجموع هزینه‌های نظامی همه اعضای ناتو در سال 2020 بالغ بر بیش از 57% از حجم جهانی بود. بیشک جنگ امروز در اوکراین نتیجه خطای بزرگ کشورهای تصمیم گیرنده در پیشبرد اهداف ناتو می‌باشد. عضوگیری‌های هدفمند در حاشیه اروپای روسیه علی‌رغم اینکه زنجیره‌ای از وقایع مختلف را در امور امنیتی جهان پدید آورد، همچنین باعث شد که امروز در معادلات جهان عدم توازنی پیش بیاید که چاره‌ای جز درگیری نیروهای مختلف در دنیا نباشد. این امر نه تنها برای اعضای قدیمی آن، بلکه برای ورود اعضای جدید نیز بسیار گران تمام خواهد شد. به باور کارشناسان سیاسی ناتو، اوکراین مستقل یکی از مهمترین ویژگی‌های چشم‌انداز استراتژیک اروپاست. همانطور که تحلیلگران آمریکایی تعریف می‌کنند، اوکراین یک حایل استراتژیک بین اروپا و روسیه و بهترین ضامن در برابر احیای امپریالیسم روسیه است. بنابراین به هیچ وجه نمی‌خواهند اجازه دهند که اوکراین به فدراسیونی به رهبری روسیه بپیوندد. اما نگران کننده ترین قسمت این تعاملات و اختلافات وجود زرادخانه‌های هسته‌ای در روسیه و ایالات متحده می باشد که در صورت بروز اختلاف ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد و قطعاً پس از آن زمینی برای زندگی باقی نخواهد ماند.
هرچند که در دوران بوش و ریگان مذاکراتی برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در دنیا برقرار شد، اما پس از آن این مذاکرات به بن‌بست رسید و پیگیری نشد. مسابقه ای که یک روز بمب مادر را به نمایش می‌گذارد، روز دیگری بمب پدر را. از طرفی عضوگیری هدفمند ناتو در مرزهای شوروی سابق و روسیه امروز ظاهراً فقط به منظور محدود کردن قدرت روسیه و ساخت دیواری از کشورهای جدا شده و ایجاد حریم مرزی از اعضای ناتو در اطراف آن می باشد. چرا که در این واقعیت این رفتار کاملاً متضاد با شعارها و برنامه‌های ظاهری ناتو برای جلوگیری از تقسیم اروپا است. برای حفظ امنیت و شرایط موجود در اروپا شایسته تر و منطقی تر است که به جای منزوی کردن روسیه در معادلات قدرت‌های اروپایی به بازی گرفته شود. متحد کردن اروپا برای ایجاد امنیت و بازار مشترک هدفی مثبت بوده و باعث ثبات بیشتر در اروپا خواهد شد، اما در عمل ایجاد اتحاد و عضوگیری‌ها بیش از آن که این هدف را دنبال کند برای به انزوا کشاندن و محاصره نقاط خاص جغرافیایی طراحی می‌شود. اهداف تدوین شده در پیمان آتلانتیک شمالی را می‌توان چنین بیان کرد: در دوران جنگ سرد مأموریت اصلی ناتو تضمین آزادی و امنیت اعضا از طریق بازدارندگی، تسلیح مجدد و آمادگی مداوم بود. ناتو به عنوان یک سازمان بین‌المللی و فراملی با دسترسی مستقیم در سطح دولت، نقش پیشگام مهمی به ویژه در رسیدگی به مسائل زیست محیطی، کنترل آلودگی هوا، باران اسیدی و اثر گلخانه‌ای ایفا کرده است. ایجاد اتحاد مجدد آلمان، فروپاشی پیمان ورشو و اتحاد جماهیر شوروی و دموکراتیزه شدن کشورهای بلوک شرق سابق باعث تغییر اساسی در محیط سیاست امنیتی در اروپا شد. مأموریت‌های ناتو با شرایط جدید تطبیق داده شد و بر اساس پیمان آتلانتیک شمالی بازدارندگی و دفاع در این حال که کلیدی بود، پیش‌زمینه‌ای مهم در نظر گرفته شد. گفتگو و همکاری با دشمنان قدیمی به طور فزاینده‌ای مورد اتکا قرار گرفت و برنامه‌های مختلف مشارکت از جمله مشارکت برای صلح در نهایت منجر به گسترش ناتو به سمت شرق شد. نبرد اولیگارش‌ها، جنگ اوکراین و نگاهی به شرایط سیاسی جهان، نوشته قاسم قره‌داغی، راوی رعنا، انتشارات کتابخانه اینترنتی آوای بوف. قسمت چهارم. اما از شروع قرن میلادی جدید تصمیماتی گرفته شد که مسیر آینده آن را تغییر داد. این شامل توافق به اصطلاح چتر موشکی ایالات متحده است که از دو جزء تشکیل شده است. نصب سیستم راداری در جمهوری چک و استقرار 10 موشک رهگیر در لهستان. این اقدام تسلیحاتی که گفته می شود علیه تهدیدی از سوی ایران یا کره شمالی انجام می شود، در واقع روسیه را هدف قرار می دهد که احساس می کند به طور فزاینده‌ای از سوی ناتو به حالت دفاعی قرار خواهد داد. بیشتر از آن به این دلیل که ایالات متحده برای پذیرش سایر جمهوری‌های شوروی سابق فشار می‌آورد، با اوکراین و گرجستان یک حلقه محکم و تقریباً کامل از کشورهای ناتو در اطراف فدراسیون روسیه کشیده خواهد شد. همه اعتراضات غرب مبنی بر این که می‌خواهد بر اساس روابط برادر و مبتنی بر مشارکت با روسیه همزیستی کند، بسیار موثق و بی‌معنا به نظر می‌رسد. ظهور یک مسابقه تسلیحاتی جدید بین کشورهای ناتو و روسیه در آینده ناگزیر خواهد بود. روسیه قبلاً اعلام کرده بود که پایگاه‌های دفاع موشکی را با موشک‌های خود هدف قرار خواهد داد. توسعه نصب سیستم‌های دفاع موشکی در سمت شرق ادامه دارد و این تنها برای تحقق سریع برتری استراتژیک برگشت ناپذیر غرب بر مخالفان بالقوه جهانی یعنی روسیه و چین است. کشورهای ناتو در حال حاضر حدود 70% از هزینه‌های نظامی جهان را در اختیار دارند.
به واسطه آن است که بر اقیانوس‌های جهان برتری قاطع پیدا می‌کند. کشورهای ناتو 2.5 برابر کشتی‌های رزمی و 50% زیردریایی‌های بیشتری نسبت به چین و روسیه دارند. ناتو همچنین دارای حاکمیت هوایی است. این کشور 50% هواپیماهای جنگی و 3.5 برابر بیشتر از روسیه و چین هلیکوپترهای جنگی و علاوه بر آن تعداد 12 برابر هواپیماهای تانکر برای سوختگیری هواپیماهای جنگی و حمل و نقل در طول پرواز در اختیار دارد. بر اساس این شواهد باید کمی در نگرانی‌های پوتین نیز درنگ و تأمل کرد که واشنگتن به وعده‌های خود مبنی بر اینکه ناتو حتی 1 اینچ به سمت شرق حرکت نمی‌کند خیانت کرده و تقابل مجدد را به عنوان پاسخی ضروری به استقرار زیرساخت‌های نظامی در مرزهای ما ناگزیر کرده است. اما ایالات متحده اصرار دارد که نه رئیس جمهور جورج بوش و نه هیچ یک از رهبران دیگر چنین قولی ندادند. اما علاوه بر آن الحاق کشورهایی که در زمانی عضو ورشو بودند به نوعی سوء استفاده و خیانت به اهداف ناتو و برهم زدن تعادلات قدرت‌های جهانی را موجب خواهد شد. در ابتدای قرن حاضر از مهمترین وقایعی که موجب نزدیک شدن شدید روسیه و غرب شد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 بود که روسیه بدون تردید طرف ایالات متحده را گرفت. این نزدیکی با مشارکت روسیه در ائتلاف ضد تروریستی ایجاد شده توسط ایالات متحده برای آماده سازی و جنگ علیه رژیم طالبان در افغانستان و امضای اعلامیه موسوم به دور جدید روابط روسیه و ناتو به اوج رسید. بر اساس آن شورای روسیه و ناتو ایجاد شد که پس از آن انتظار می رفت روابط روسیه و ناتو به سطح بالاتر با چشمانداز عضویت کامل روسیه در ناتو ارتقا پیدا کند. پاورقی شورای ناتو روسیه مخفف NRR برای بهبود همکاری بین کشورهای ناتو و روسیه در مورد مسائل مربوط به سیاست دفاعی و امنیتی ایجاد شد. در سپتامبر 2014 در نشست سران ناتو در ولز، سران کشورها و دولت‌های متحدان ناتو تصمیم گرفتند که همه همکاری‌های عملی نظامی و غیر نظامی بین ناتو و روسیه را به دلیل بحران اوکراین در سال 2014 متوقف کنند، اما کانال‌های ارتباطی سیاسی را باز نگه دارند. پس از یک وقفه 2 ساله شورای ناتو روسیه برای اولین بار در 20 آوریل 2016 در بروکسل تشکیل جلسه داد تا پیشرفت دیپلماتیک را ترتیب دهد. بازگشت به متن. در زمان جنگ افغانستان روسیه فضای هوایی خود را برای ترانزیت محموله‌های نظامی و نیروهای آمریکایی و ناتو به افغانستان فراهم کرد. بعداً در سال 2007 پوتین قانون موافقتنامه بین کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی و سایر کشورهای شرکت کننده در برنامه مشارکت برای صلح را تصویب کرد که برخی در روسیه آن را باز کردن مرزها برای سربازان ناتو در نظر گرفتند. در سال 2001 رهبری روسیه بسته شدن پایگاه‌های نظامی در کوبا و ویتنام را اعلام کرد و عملاً از حضور در مناطق استراتژیک مهم جهان خودداری کرد. با این حال ایالات متحده با اعلام خروج یک جانبه از معاهده موشک‌های هسته‌ای میانبرد از نزدیکی بیشتر بین روسیه و ایالات متحده جلوگیری کرد. از دیدگاه روسیه خروج ایالات متحده از توافق که برابری استراتژیک طرفین را تضمین می‌کرد امیدها برای مشارکت جدید را از بین برد و به یک عامل بی‌ثبات کننده با اهمیت جهانی تبدیل شد. بحران جدید در روابط روسیه و غرب با حمله آمریکا و متحدانش به عراق برای سرنگونی رژیم صدام حسین در مارس 2003 همراه بود. روسیه از اقدامات آمریکا به همراه آلمان و فرانسه در دور زدن شورای امنیت سازمان ملل به شدت انتقاد کرد. اما متحدان اروپایی در نهایت از ایالات متحده حمایت کردند. روابط روسیه و آمریکا دقیقاً پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و اختلاف نظرهایی که بر این اساس به وجود آمد بدتر شد. در نوامبر 2003 انقلاب گل سرخ در گرجستان آغاز شد. در نتیجه
میخائیل ساکاشویلی در اوایل سال 2004 به قدرت رسید و گرجستان را به شدت به سمت ایالات متحده سوق داد و به سمت ناتو حرکت کرد. دوران او سخت‌ترین شرایط را در روابط روسیه و گرجستان به وجود آورد که در جنگ 2008 به اوج خود رسید. در مارس 2004 گسترش دیگری در ناتو صورت گرفت. 7 کشور اروپای شرقی در مقابل تلاش‌های دیپلماتیک روسیه از جمله استونی، لتونی و لیتوانی هم مرز با روسیه به عضویت این اتحادیه پذیرفته شدند. کشورهای غربی با برنامه ریزی برای گسترش ناتو و اتحادیه اروپا و افزایش نفوذ خود بر کشورهای پس از فروپاشی شوروی توجهی به این واقعیت نداشتند که منافع روسیه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به نوشته روزنامه ودوموستی، پوتین گسترش ناتو به شرق را در سال 2004 به عنوان یک خیانت شخصی توسط جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که پوتین در آن زمان آنها را دوستان خود می‌دانست و با آنها همراه بود تلقی کرد. پوتین در سخنرانی خود در کریمه خاطر نشان می‌کند: ما بارها و بارها فریب خوردیم. تصمیمات پشت سرمان گرفته شد. با گسترش ناتو به شرق، با استقرار زیرساخت‌های نظامی در نزدیکی مرزهایمان، ما در یک عمل انجام شده قرار گرفتیم. همیشه همین را به ما می‌گفتند. خب، این به شما مربوط نیست. در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در پایان سال 2004، مقامات روسیه از ویکتور یانوکوویچ حمایت کردند که از همکاری اقتصادی با روسیه در چارچوب فضای اقتصادی مشترک حمایت میکرد. با این حال پس از اعلام پیروزی کمیسیون مرکزی انتخابات در دور دوم نخست وزیری ویکتور یانوکوویچ رقیب وی ویکتور یفشنکو حامیان خود را به میدان هدایت کرد و مقامات را به تقلب در انتخابات متهم کرد. اعتراضاتی که بعدها انقلاب نارنجی نام گرفت. در طول این بحران غرب و روسیه خود را در دو طرف سنگرها دیدند. در پایان در ماه دسامبر تصمیم گرفته شد که دور سوم انتخابات برگزار شود که برنده آن یفشنکو بود. به نظر می رسد این رویداد و در پس زمینه آن جنگ در عراق و رویارویی با اتحادیه اروپا و ناتو به یک تغییر اساسی در ذهن و جهانبینی ولادیمیر پوتین در عرصه بین المللی منجر شد. رئیس جمهور جدید اوکراین ویکتور یفشنکو شیوه سلف خود لئونید کوچما را رها کرد. رهبری روسیه هم انقلاب نارنجی را که الهام گرفته از غرب می دانست و از سیاست های آن را منفی ارزیابی می کرد، به وخامت اوضاع شدت بخشید. یفشنکو به میخائیل ساکاشویلی نزدیک شد و اوکراین نیز مانند گرجستان پیوستن به ناتو را به عنوان یک مسیر استراتژیک اعلام کرد. در آغاز سال 2008 پیچیدگی دیگری در روابط بین روسیه، ایالات متحده و ناتو باعث بحث و گفتگو توسط رهبران اتحاد ناتو، اوکراین و درخواست گرجستان برای پیوستن به ناتو شد. ایالات متحده تمام تلاش خود را کرد تا متحدان خود در ناتو را متقاعد کند که گرجستان و اوکراین باید به ناتو بپیوندند. اینطور برداشت می‌شد که راه ناتو برای آنها باز شده است و فقط باید کمی صبر کرد. سران کشورهای عضو ناتو در بخارست اعلام کردند که گرجستان و اوکراین زمانی که شرایط عضویت در این سازمان را داشته باشند به عضویت ناتو در می آیند. این تصمیم در نشست‌های بعدی ناتو تایید شد. با این حال اما روسیه پیشروی ناتو به سمت شرق را به عنوان تهدیدی برای منافع استراتژیک خود در اروپا می دید. در پی نتایج نشست آوریل ناتو در سال 2008 رئیس ستاد کل فدراسیون روسیه ژنرال یوری بالوویفسکی اصرار داشت که اگر گرجستان و اوکراین به ناتو بپیوندند روسیه مجبور خواهد شد برای حفظ منافع خود در نزدیکی مرزها تدابیر نظامی و سایر اقدامات با ماهیت متفاوت را اتخاذ کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد اگر اوکراین و گرجستان سابق شوروی به ناتو بپیوندند، روسیه اقدامات نظامی و دیگر اقداماتی را در امتداد مرزهای خود انجام خواهد داد. پاورقی خبرگزاری رویترز. بازگشت به متن.
سخنگوی ناتو در بروکسل در پاسخ به درخواست برای عکس‌العمل به اظهارات ژنرال روسی گفت که هر دموکراسی اروپایی می‌تواند برای عضویت در ائتلاف درخواست دهد. او گفت این چیز جدیدی نیست و هیچ کشور یا طرف ثالثی حق وتو ندارد. پاورقی خبرگزاری رویترز بازگشت به متن وقایع اوکراین و الحاق کریمه به فدراسیون روسیه در سال 2014 مرحله جدیدی از تنش بین ایالات متحده و روسیه را ایجاد کرد. در ارتباط با حوادث اوکراین، دولت اوباما مسیر محدودیت سیستماتیک روسیه را در پیش گرفت و روابط را محدود کرد و تحریم‌های ویزا، اقتصادی و دارایی را علیه تعدادی از مقامات روسیه، نمایندگان مجلس فدرال و همچنین کارآفرینان اعمال کرد. تحریم شرکت‌ها و بانک‌ها نیز از آن زمان به طور مکرر گسترش یافت و تشدید شد. از طرف روسیه نیز اقداماتی تلافی جویانه و متعاقب برای حفاظت از منافع ملی روسیه در ارتباط با اقدامات غیر دوستانه انجام شد. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2016 امیدهایی را در روسیه برای بهبود روابط روسیه و آمریکا ایجاد کرد. ترامپ بارها تمایل خود را برای بهبود روابط با روسیه اعلام کرد، اما در عمل رفتار قابل توجهی صورت نگرفت. مشارکت مستقیم روسیه در جنگ سوریه به یک رویداد مهم در تاریخ اخیر سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است، زیرا هرگز قبلاً نیروهای مسلح روسیه مستقیماً در درگیری‌های قلمروی کشورهای عربی شرکت نداشتند. ورود روسیه به مناقشه امکان تغییر اساسی جهت و ماهیت عملیات نظامی را فراهم کرد. با آغاز سال 2018 مشخص شد که ائتلاف نیروهای تحت رهبری روسیه یعنی سوریه، ایران و شبه نظامیان محلی مختلف به طور کلی از قبل به نتیجه اصلی نظامی استراتژیک خود نزدیک شده بودند. این موفقیت نظامی موجب دستیابی به امتیازات سیاسی و ایجاد یک توافقنامه سیاسی با شرایط روسیه شد. علاوه بر این، ترکیه و عربستان سعودی به بیهودگی مشارکت گروه‌های تحت حمایت خود در جنگ متقاعد شدند و ایالات متحده مجبور شد از قصد خود برای تغییر قدرت رئیس جمهور بشار اسد چشم پوشی کند. در سال 2019 ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان مناطق جدید نفوذ در شمال شرق سوریه را تحکیم کردند و بر سر گشتزنی مشترک در این سرزمین در امتداد مرز سوریه و ترکیه توافق کردند. به عقیده برخی خشونتی که در اوکراین در جریان است از بخش‌های غربی غربگرا در این کشور آغاز شد، نه دونباس که در آن خشونت واکنشی بود به آنچه تهدید علیه اوکراینی‌های روستبار تلقی می‌شد. نمونه تاریخی انحلال نظام سوسیالیستی در جهان، موج ناسیونالیسم در اروپا، مرگ تیتو و شکست سیاست‌های اقتصادی و ملی در جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی زمینه‌های فروپاشی آن را فراهم کرد. پس از مرگ تیتو، پست ریاست جمهوری لغو شد و هیئت رئیسه در رأس کشور قرار گرفت که اعضای آن رؤسای جمهوری‌های اتحادیه و مناطق خودمختار هر سال به نوبت یکدیگر را جایگزین می‌کردند. در طول بحران سیاسی در سال 1991، چهار جمهوری از شش جمهوری جدا شدند: اسلوونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه. در سال 1998 در پاسخ به مجموعه ای از حملات شورشیان KLA به پلیس در کوزوو، نیروهای امنیتی یوگسلاوی به تعدادی از روستاها در مرکز کوزوو حمله کردند. در جریان این عملیات یکی از رهبران آنان و همچنین 82 ساکن محلی دیگر از جمله حداقل 24 زن و کودک کشته شدند. در طول سال 1998 کشورهای ناتو فشار بر بلگراد را افزایش دادند تا آن را مجبور به توقف خصومت‌ها در کوزوو کنند. در 23 سپتامبر 1998 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1199 را تصویب کرد و طرفین را به آتش بس فراخواند. در 24 سپتامبر ناتو برنامه ریزی یک عملیات هوایی علیه یوگسلاوی را آغاز کرد تا بلگراد را به صلح وادار کند.
در 13 اکتبر شورای ناتو دستور آغاز عملیات را ظرف 96 ساعت صادر کرد. مقامات یوگسلاوی تسلیم شدند و در 15 اکتبر تحت نظارت ناتو یک آتش‌بس در کوزوو منعقد شد که شامل عقب نشینی واحدهای ارتش یوگسلاوی به محل استقرار دائمی آنها بود. آتش‌بس در 25 اکتبر اجرایی شد. نظارت ناتو بر آتش‌بس به عنوان بخشی از عملیات چشم عقاب انجام شد. با این حال آتش‌بس بی اثر بود. خشونت علیه سرپا و آلبانیایی‌ها ادامه داشت و در ژانویه 1999 ارتش و پلیس یوگسلاوی عملیات خود را علیه جدایی طلبان از سر گرفتند. دلیل فوری مداخله ناتو در درگیری حادثه راچاک بود. زمانی که 45 آلبانیایی در جریان حمله به روستایی که تحت کنترل ارتش آزادی بخش کوزوو بود کشته شدند. در 30 ژانویه ناتو تهدید کرد که اگر مذاکرات نتیجه ندهد به حملات هوایی در قلمرو جمهوری فدرال یوگسلاوی ادامه خواهد داد. در 24 مارس 1999 نیروهای ناتو بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد به این ایالت حمله کردند. واشنگتن و متحدانش گفتند که هدف از اقدامات آنها توقف پاکسازی قومی در کوزوو بوده است. به گفته رسانه‌های غربی و همچنین خود ناتو، دلیل رسمی این بمباران جنگ جاری در کوزوو در آن زمان بوده است، جایی که هر دو طرف از پاکسازی قومی استفاده می‌کنند که این می‌تواند به بی‌ثباتی در منطقه منجر شود. با این حال، به گفته برخی از مورخان، اهداف ناتو تغییر جهت صربستان به غرب و نشان دادن قدرت سازمان ناتو به جهان بود. ناتو همواره این حمله را با اقدامات رهبران یوگسلاوی توجیه می‌کند. دلیل دیگر ناتو امتناع یوگسلاوی از توافقات در رامبویه است. در همان زمان ناتو از مشروعیت بخشیدن به تهاجم خود از طریق سازمان ملل امتناع کرد، زیرا معتقد بود روسیه و چین این اقدامات را وتو خواهند کرد. در نتیجه ناتو اقدامات خود را بدون مجوز سازمان ملل آغاز کرد و آنها را مداخله بشردوستانه نامید. در واقع با نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد که استفاده از زور را بدون تصمیم شورای امنیت سازمان ملل یا عدم دفاع از خود ممنوع می کند. دیدبان حقوق بشر تخمین می زند که حدود 1000 پرسنل نظامی یوگسلاوی همچنین 528 غیر نظامی در نتیجه بمباران کشته شدند. به گفته طرف یوگسلاوی تا 5700 غیر نظامی جان باختند. تأسیسات زیربنایی شامل تأسیسات صنعتی، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز میراث فرهنگی و تأسیسات نظامی ویران شدند. چند روز پس از خروج نیروهای یوگسلاوی از کوزوو، 164 هزار سرب و 24 هزار آلبانیایی فرار کردند. بسیاری از افراد غیر آلبانیایی و همچنین کسانی که همدستان یوگسلاوی محسوب می‌شدند، مورد حمله، آزار و اذیت قرار گرفته، روبوده یا کشته شدند. این عملیات دومین عملیات بزرگ در آن زمان پس از بمباران بوسنی و هرزگوین در سال 1995 بود. این اولین باری بود که ناتو از نیروهای خود بدون تایید صریح سازمان ملل استفاده کرد و بحث‌های گسترده‌ای را در مورد قانونی بودن اقدامات آنها برانگیخت. زمینه‌ها و دلایل شروع تهاجم روسیه به اوکراین. برای بسیاری شروع حمله وحشیانه ارتش پوتین به اوکراین در نخستین ساعت صبح روز پنجشنبه 24 فوریه یک کشورگشایی بی سابقه در قرن صلح و تمدن و گفتگو بود. اما اجازه بدهید این موضوع را در بعد سیاسی و فراملیتی و بدور از تعصبات سیاسی آن بررسی کنیم. ابتدا قبل از تشریح زمینه‌های جنگ اوکراین و روسیه لازم می‌دانم تا چند سطر را به طور خلاصه در مورد شرایط واقعی روابط سیاسی و رفتار قدرت‌ها در قبال هم بیان کنم تا درک بهتری از جهان امروز پیدا کنیم. چه خوب یا بد باید پذیرفت که در روابط بین‌الملل مطابق نظریه رئالیسم تهاجمی دولت‌ها به عنوان بازیگران اصلی عمل می‌کنند. همانطور که جان میرشایمر در کتاب خود تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ مطرح می‌کند، قدرت‌های بزرگ همیشه به دنبال بقای خود و افزایش قوا هستند. هیچ اعتمادی به دولت‌های دیگر ندارند و قادر به انجام یک حمله نظامی برای بقا هستند.
رئالیسم تهاجمی میرشایمر به طور چشمگیری به پیشبینی‌های مختلف در مورد رفتار دولت‌ها در جستجوی قدرت در سیاست بین‌الملل اشاره می‌کند. عمدتاً از واقع‌گرایی تدافعی با توجه به انباشت قدرتی که یک دولت برای تضمین امنیت خود باید داشته باشد، از استراتژی دولت‌ها برای پیروی از سطح رضایت بخشی از امنیت فاصله می‌گیرد. در نهایت رئالیسم تهاجمی میرشایمر تصویر بسیار بدبینانه‌تری از سیاست بین‌الملل ترسیم می‌کند که مشخصه آن رقابت امنیتی بین دولت‌هاست که احتمالاً منجر به درگیری و جنگ می‌شود. نظام بین‌الملل انگیزه‌های قوی برای قدرت‌های بزرگ در توسل به اقدامات تهاجمی به منظور افزایش امنیت و تضمین بقای خود فراهم می‌کند. شرایط حاکم بر جهان با هرج و مرج، فقدان یک مرجع مرکزی ناتوان در وضع قوانین و مجازات متجاوزین، غیر قابل پیشبینی و نامطمئن بودن و قابلیت‌های نظامی تهاجمی، دولت‌ها را به ترس دائم از یکدیگر و توسل به خودیاری سوق می‌دهد. عدم وجود مکانیزم‌هایی برای تضمین بقا به منظور کاهش این ترس از تجاوز که هر کشوری از دیگری دارد، دولت‌ها را همواره به دنبال به حد اکثر رساندن قدرت نظامی نسبی سوق می‌دهد که بر حسب منابع مادی تعریف شده است. همانطور که میرشایمر می‌گوید، آنها به دنبال فرصت‌هایی برای تغییر موازنه قوا از طریق به دست آوردن قدرت به قیمت افزایش تعداد رقبای بالقوه هستند، زیرا هرچه برتری نظامی یک دولت نسبت به سایر کشورها بیشتر باشد، شرایط امن‌تری خواهد داشت. دولت‌ها با ایجاد یک سیستم سلطه به دنبال افزایش قدرت نظامی خود به ضرر سایر کشورها هستند. قدرت‌های بزرگ تشخیص می‌دهند که بهترین راه برای تضمین امنیت خود دستیابی به سلطه در حال حاضر است. بنابراین هر گونه احتمال به چالش کشیده شدن توسط یک قدرت بزرگ دیگر را از بین می‌برند. بنابراین رئالیست‌های تهاجمی مانند میرشایمر معتقدند که بهترین استراتژی دولت برای افزایش قدرت خود نسبت به نقطه دستیابی به تسلط تکیه بر تاکتیک‌های تهاجمی است. تا زمانی که این هدف برآورده شود، قدرت‌های بزرگ به سیاست‌های توسعه طلبانه خود ادامه می‌دهند، در حالی که دستیابی به سلطه جهانی تقریباً به دلیل محدودیت‌های قدرت در سراسر اقیانوس‌ها و نیروهای تلافی جویانه غیر ممکن است. در نهایت دولت‌ها در این بازی می‌توانند با تسلط بر منطقه جغرافیایی خود به هژمونی منطقه‌ای دست یابند. این طمع بی‌وقفه قدرت ذاتاً حالتی از رقابت امنیتی دائمی با امکان جنگ همیشه در پس زمینه ایجاد می‌کند. تنها فرادستی منطقه‌ای پس از به دست آوردن این موقعیت می‌تواند قدرت‌های بزرگ را در وضعیت موجود قرار دهد. علاوه بر موارد ذکر شده، در لزوم موازنه جهانی قدرت، از عمده مشکلاتی که باعث شروع این جنگ شد، میتوان به اختلافات ساکنان روستبار در کشورهای منتج از فروپاشی شوروی اشاره کرد. در اوکراین نیز یا بسیاری از ساکنان مناطق شرقی روسی هستند یا گرایش به سیاست‌های روسیه دارند. راستگراها و ناسیونالیست‌های این مناطق شروع به تحریک و آزار آنها می‌کنند تا آنان را از این مناطق کوچ دهند. در این بین روسیه هم بنابر سیاست‌های مداخله جویانه شروع به تقویت و ارسال سلاح به این مناطق می‌کند که نتایج آن ظهور جمهوری‌های خودمختار و اختلافات اینچنینی با قدرت مرکزی می‌شود. پس از فروپاشی شوروی به دلیل عدم تطابق با سیستم سرمایه‌داری، اقتصاد بسیاری از این کشورها نابود شد. اوکراین نیز از این قاعده مستثنا نبود. همانطور که اشاره شد، به مرور با اصلاحات سیاسی اقتصادی کوچما تغییرات اساسی در این کشور صورت گرفت، اما به مرور راستگراها با حمایت غرب شروع به دخالت کردند. در انتخابات 2004 پس از اعلام نتایج رسمی اولیه، رأی‌گیری که بر اساس آن یانوکوویچ پیروز شد، سپس مشخص شد که این انتخابات مخدوش بوده و حامیان یفچنکو و اکثر ناظران خارجی معتقد بودند که تیم یانوکوویچ در انتخابات تخلف کرده است. یک روز پس از رأی‌گیری، صدها هزار نفر از اوکراینی‌ها به خیابان‌های کیف و سایر شهرهای اوکراین آمدند و در اعتراض به تقلب گسترده اعتراض کردند.
صدها هزار نفر از سراسر اوکراین به کیف آمدند. در نتیجه پس از تعیین دور دوم انتخابات، اصلاحی‌هایی در قانون اساسی به تصویب رسید که اصلاحات قانون اساسی سال 2004 نامیده شد. این اصلاحات اختیارات رئیس جمهور را کاهش داد و در نتیجه سطح اهمیت انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه را کاهش داد. بر اساس نتایج رأی‌گیری در دور دوم انتخابات، ویکتور شفچنکو برنده شد. پس از روی کار آمدن دولت ناشی از حمایت‌های حزب میهن، دوباره اقتصاد اوکراین بر اثر دخالت‌های اولیگارشی‌ها و فساد اداری افول کرد، تا اینکه در انتخابات سال 2014 طرفداران روسیه پیروز انتخابات شدند. در آخرین سال زندگی شواردنادزه رئیس جمهور گرجستان، شخصی که شرایط مشابهی را در کشور خود شاهد بود. یادآوری این نام صرفاً به خاطر مقایسه علاقه‌مندان به پیگیری بیشتر از موارد مشابه در این منطقه است. در حدود سال 1998 شواردنادزه شروع به دنبال کردن یک مسیر سیاسی رادیکال طرفدار غرب کرد. این کشور موافقت کرد که خط لوله نفت باکو تفلیس جیهان را با دور زدن روسیه بسازد و برای اولین بار از مربیان آمریکایی برای آموزش ارتش دعوت کرد. در نتیجه این تصمیمات بود که ناآرامی‌های آبخازیا و استیا آغاز شد. یک سال پس از انتخابات و تظاهرات میدان اروپا بود که در اقدامی بی سابقه مجلس این کشور با تصویب اعلامیه‌ای کشور روسیه را متجاوز خواند. همچنین سیاستمداران اوکراینی معتقدند تهاجم، اقدامات تحریک‌آمیز و مداخله سیاسی روسیه مانع از رفع تنش‌های فیماوین است. در مقابل اوکراین نیز به تشکیل گروه‌های راستگرای افراطی رو آورد که در شرق این کشور دست به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر می‌زنند. در این رابطه می‌توان هنگ آزوف و راه سوم و حزب ناسیونالیست آلمان را نام برد که اوکراینی ها معتقدند وجود هنگ آزوف همیشه بخشی از تبلیغات روسیه بوده است. با این حال در 5 ژوئیه 2014 دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی درباره خشونت جنسی مرتبط با درگیری در اوکراین مستند کرد که جنایات اعضای گردان آزوف در آن مرکز شده بود. همواره تحمل دولت اوکراین در قبال واحدهای رزمی افراطی راست مورد انتقاد قرار گرفته است. دانشمند علوم سیاسی اوکراینی آنتون شخوفتسوف این گردان را به عنوان افراطگرایان راستگرا توصیف کرده است. آمادگی رزمی شهری شبه نظامیان مختلف اوکراینی در مقاله‌ای در نیویورک تایمز نیز به عنوان آشوب، خشونت‌آمیز و مهار نشدنی توصیف شد. در ابتدای سال 2015 میلادی حدود 40,000 نفر با مقدار قابل توجهی سلاح سنگین در میان تشکیلات مسلح شورشیان دیده می شدند که در میان آنان می توان گروه های مسلحی را که تابعیت خود را از جمهوری های خلق دونتسک و لوهانسک اعلام می کنند مشخص کرد. شورشیان توسط جنگجویان وارد شده از روسیه از جمله قزاق‌ها حمایت می شوند. از طرفی وزارت خارجه روسیه و رسانه‌ها بارها از مشارکت مزدوران آمریکایی از مشارکت در خصومت‌ها در شرق اوکراین خبر دادند. روزنامه آلمانی بیلد آمزونتاگ به نقل از منابع در محافل اطلاعاتی گزارشی در مورد دخالت مقامات اوکراینی حدود 400 سرباز آکادمی آمریکا بلک واتر سابق که شامل گریستون نیز می‌شود در جریان رویارویی در جنوب شرقی اوکراین منتشر کرد. این روزنامه خاطر نشان کرد که در 29 آوریل 2014 سرویس اطلاعات فدرال آلمان این موضوع را به دولت آلمان اطلاع داده. همچنین دیمیترو یاروش یک ملی‌گرای افراطی که در چند پرونده کیفری متهم به شرکت در جنگ‌های چچن همراه با اسلام‌گرایان می‌باشد در مارس 2015 به عنوان مشاور رئیس ستاد کل ارتش اوکراین منصوب شد. فرد کلیدی دیگری که فعالیت‌های او همواره مورد سوال بوده، یک اولیگارش اوکراینی با نام ایگور والریویچ کولومایسکی است. وی در زمینه درگیری در شرق اوکراین در سال 2014 به عنوان یک اولیگارشی مالی و صنعتی در نظر گرفته می شود که به سیاست روی آورده است. او از روند توسعه گرایش اوکراین به سمت اروپا حمایت می کند.
شرکت‌های متعدد و کلیدی کولومایسکی از پالایشگاه نفت تا کارخانه آلیاژ نیکوپو در اوکراین واقع شدند. علاوه بر این، صادرات فرآلیاژها از طریق بندر یوزنی واقع در منطقه اودسا انجام می‌شود. گفته می‌شود که سرزمین‌های اوکراین تحت کنترل کولومایسکی هستند. مناطقی از اوکراین، نوعی مرکز سوم مشروط قدرت در اوکراین، به همراه مناطق کیف، دونتسک و لوگانسک را تشکیل می‌دهند که سیاست نسبتاً مستقلی را دنبال می‌کنند. شاید به همین دلیل است که در سال 2014 کولومایسکی هنگ دفاع ملی منطقه دنیپروپتروفسک را حفظ و از نظر مالی بر اساس یک برنامه آموزشی تسریع شده از شهروندان طرفدار اوکراین به گردانهای داوطلب دفاع ارضی وزارت دفاع و گردانهای ویژه داوطلبانه وزارت امور داخلی اوکراین کمک کرد. در روسیه لایه اولیگارشی خارج از چارچوب مکانیزم‌های بازار شکل گرفت. مجمع اولیگارشی‌ها بر اساس تصمیمات کرملین در سال‌های 1993 تا 99 ایجاد شد. اساس تشکیل مجمع اولیگارشی فرایند خصوصی سازی بود. قدرت ریاست جمهوری تقریباً به طور رایگان جذاب‌ترین بخش‌های اقتصادی، عمدتاً صنعتی و زیرساختی را در قلمرو روسیه به این افراد واگذار کرد. اگر در مورد روسیه صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که رابطه بین دولت و تجارت در اینجا بسیار پیچیده‌تر به نظر می‌رسد. در درجه اول به این دلیل که شرکت‌های بزرگ در آن به وضوح ماهیت اولیگارشی دارند و خود بخشی از حکومت فاسد را تشکیل می‌دهند که عامل ساختارهای اولیگارشی شده‌اند. اولیگارشی ها در اکثر موارد پتانسیل اقتصادی و مالی خود و همچنین کانال هایی را برای لابی کردن منافع خود در ساختار حکومت حفظ کردند. تهدید اولیگارشی زمانی آشکارتر ظاهر می شود که به این فکر کنیم که چه نوع نیروی می تواند در آینده جایگزین دولت موجود شود. به هر حال زمان زیادی طول نمی کشد که بحث جانشینی رئیس جمهور مطرح شود و یک کارزار انتخاباتی جدید آغاز شود. به سختی می توان به دنبال چنین قدرتی در میان احزاب اپوزیسیون چپ و راست بود. به نظر می رسد یکی از وابستگان اولیگارشی واقع بینانه ترین رقیب برای این نقش باشد. او می تواند با استفاده از منابع مالی و ارتباطاتی خود در شاخه های مختلف حکومت با موجی از نارضایتی های اجتماعی به قدرت برسد. هرچند که تعمیم کردن انقلاب های صورتی و نارنجی به روسیه بیفایده است، اما به سادگی می توان از آنچه در گرجستان و اوکراین رخ داد درس های مفیدی گرفت. این گروه های غربگرا یا طرفدار روسیه نبودند که در آنجا به قدرت رسیدند، یعنی نه دموکرات ها یا لیبرال ها، بلکه این ساختارهای اولیگارشی بود که نتیجه را تعیین کرد. برنده های این بازی نه با تکیه بر ساختارهای سیاسی باثبات، بلکه بر تشکل های عمومی متشکل که از نارضایتی توده‌ای از دولت قبلی پیروز شدند. در نتیجه این شعار مبارزه با فساد بود که نقش یک عامل اتحاد و بسیج را برای همه ناراضیان بازی کرد. در روسیه امروزی با تمرکز عظیم مالکیت، نفوذ سهامداران عملا ناچیز است. ابتکار و کار در خارج از امپراتوری های اولیگارشی نمی تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد، زیرا از سوی اولیگارش ها به عنوان یک تهدید تلقی خواهد شد. بنابراین شانس کمی برای استفاده از این موفقیت وجود دارد. در نتیجه کشور با رکود اجتماعی روبرو شده و فعالترین بخش جوانان به خارج از کشور فرار می کند. بنابراین می توان بیان کرد که رژیم اولیگارشی در روسیه تحرک اجتماعی را در مقایسه با دهه 1990 به شدت محدود کرد که همیشه نشانه ای از تشکیل یک دولت شبه اشرافی و منادی یک انقلاب بورژوایی است. تحت این شرایط به دلیل اینکه اولیگارش ها به عنوان افراد دارای جایگاه سیاسی عمومی برای پیروزی در انتخابات نیستند، لذا قشر حاکم تصمیم گرفت تا اختیارات رئیس جمهور روسیه را محدود کند. از همین روز که بیش از ده‌ها اولیگارش روسی عمیقاً در زیر ساختای کرملین مشارکت دارند و پروژه‌های بزرگ مقیاس آن را تأمین مالی می‌کنند. در واقع با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وابستگی سیاسی اقتصادی دارند. اولیگارشی‌ها در روسیه چندین کار را همزمان انجام می‌دهند.
آنها مشاغل خود را مدیریت می کنند و در شکرهای بزرگ، شرکت‌های معدنی، راه آهن و سایر دارایی‌های بزرگ به تحقق برنامه‌های اقتصادی کرملین کمک و به عنوان جبه سیاه عمل می‌کنند. جنگ در اوکراین که جان هزاران نفر را گرفته و به بحرانی مهم برای غرب تبدیل شده، بدون پول نقد سیاه روسیه هرگز اتفاق نمی‌افتاد. بخشی از آن عنصری از طرح‌های پیچیده پولشویی بود، بخشی دیگر فقط دزدی بود. به طور خلاصه جنگ در اوکراین نتیجه تأمین مالی جنبش‌های ضد غربی در روسیه و فساد نخبگان اروپایی و آمریکایی است.